یه نکته راجع به زمان امروز میخوام عرض کنم خدمتتون. فقط یه بزرگواری کنید، یه مقدار مثلا با دقت بیشتری حواستون به بحث باشه. شاید اولش هم فکر کنید یه بحث بی ثمریه، ببین ما تو جامعه یه مشکلات، یعنی خیلی مشکلات داریم تو حوزه های مختلف. تو حوزه دین یه مشکل بزرگ داریم، یعنی مشکلات بزرگی داریم، از جمله این که یه سری قالب گرایی های بی محتوا باعث شده که نسبت به دین یک گارد خیلی سنگینی توی جامعه احساس بشه، توی قشر زیادی از اعضای جامعه، یعنی احساس کنن که این خاصیتی نداره مباحث دینی. اشتباه نمیگن ها، این چیزی که امروز به اسم دین داره میده واقعا بی‌خاصیت شده، منتها این چه ربطی به دین داره؟ این یک قرائتی است از دین، یک قالبی یک روزی جواب مثبت میداده چون محتوا داخلش بوده، اما به مرور زمان تغییر فرهنگ، محتوا از اون قالب هجرت کرده رفته، مهاجرت کرده رفته، قالبه مونده اما معنا داخلش نیست. حالا یه عده وایسادن رو قالب، حواسشون نیست که ما دنبال معنا باید میرفتیم نه قالب. شما تو کشور خود ما، تو فرهنگ ما، سالها قبل اکثر نقاط ایران اینجوری بود، اگه یه بزرگی از در وارد میشد و شما سرت برهنه بود، این مفهوم بدی داشت، یعنی باید کلاه میذاشتی رو سرت، سرشون رو میپوشوندن جلو بزرگتر به نشونه چی؟ احترام، نماد بود دیگه. یه بزرگتر میمد سریع تر که کلاه منو بده، جلوی بزرگتر بی کلاه باشه مثلا حالت توهین داشت، حالت بیادبی بود، میگفتم های کلاه بذاره رو سرت. حالا من برای تمیزی الان گذاشتم چون تو جاده بودم، گرد و خاک و اینا، یه چیز گذاشتم سرم نشد برم. حالا اینجوری بود قصه. مراودات فرهنگی ما با اروپایی ها، اونا عکس ما بودن، میخواستن به یکی احترام بذارن کلا از سرشون برمیداشتن سلامه. فرهنگ اونا تو احترام تو این باب به ما غلبه کرد، اینجوری شد که ما هم دیگه یواش یواش برای احترام باید چکار میکنیم؟ کلامونو در میآوردیم. حالا اون چیزی که ما باید دنبالش بریم احترامه، نه کلاه گذاشتنه نه کلاه برداشتنه. یه عده موندن رو همون قالب قدیم که نه آقا ما کلاه میذاریم سرمون. بازخورد اجتماعیش چی بود؟ که آدم بیادبیه. معنای احترام از کلاه گذاشتن به کلاه برداشتن مهاجرت کرده، این تعصب داره روی اینکه کلاه بذاره سرش، رفتارش در جامعه چی نمود میکنه؟ بی احترامی، که آدم بیادبیه. خب به این میگن قالب گرایی بی محتوا، یعنی دنبال قالب را افتاده حواسش به محتوا نیست، محتوا از اونجا مهاجرت کرده این وایساده پا قالب. تو دین هم همین کارو کردن، یه سری قالب ها در زمان خودش جوابگو بوده چون معنا داخلش بوده، تغییر میکنه فرهنگ. ما فرهنگ ثابت نداریم، فرهنگ جهان شمول نداریم، هیچ فرهنگی نیست که همه جهان رو در بر گرفته باشه. تازه امروز با این همه رسانه، با این همه رسانه ما کلی خورده فرهنگ، حتی فرهنگ‌های بزرگ داریم که با هم تو خیلی از موارد متضادن. همین امروز با این همه سلطه رسانه در جهان، سالها قبل حرف از دهکده جهانی بود، نشده، زورش نرسیده رسانه به فرهنگ، هنوز کامل نتونسته ناک اوتش بکنه، تمومش کنه بشه یک فرهنگ جهانی. نه، فرهنگ ها داریم، خورده فرهنگ ها که بی نظیره. تو کشور خودتون از جنوب تا شمالش برید، بی نهایت با خورده فرهنگ های عجیب و غریب روبرو میشید. خب فرهنگ حرکت میکنه، فرهنگ زنده است. اینا وایسادن سر یه سری قالب ها،
مثلا قالبه الان جواب نمیده دیگه، اصلا به هیچ وجه جواب نمیده. وقت قالبی که یک روز شما رو به تمیزی میبرده، وایسادن روش امروز شما رو به سمت چی میبره؟ کثیفی. بابا مسواک وجود نداشته که، نمیدونم مرکز علمی باشه تحقیق کنه از چه الیافی استفاده کنیم که به لسه لطمه نزنه، به مینای دندون لطمه نزنه، از چه خمیر دندونی استفاده کنیم، از این خبرا نبوده که. مردم هم غذا میخوردن، دندون رو دندوناشون لا دندوناشون میمون داغون پاغون خراب میشد، بعد دندونت خراب میشد، دندون سازی در کار نبود، یارو دندون اصلیشو از دست میداد، تمام دیگه، تا آخر عمرش دیگه بی دندون، هزار مریضی گرفتاری. پیغمبر تو اون جامعه گفته ریشه هر گیاهی رو گیر آوردی باش مسواک کن. بعد یه دو اومدن گفتن نه، پیغمبر فلان ریشه رو گفت، حالا یه ریشه درخت یه گیاهی یه ریشه اومدن ازش بیزینس درست کرده، تیکه تیکه کرده و پرس کرده و میفروشه به مردم به اسم مسواک پیغمبر. بعد یارو با این ریشه مسواک میکنه میذاره تو جانمازش. ای بابا، ای بابا، آلودگی رو میجه با خود میبینم بر. بابا تو اون جامعه که کلن با مسواک بیگانه بودن، یه کسی پیدا شد گفت مسواک بزنید، نمیدونم باعث نظافت، نظافت از ایمان، ایمان باعث میشه وارد جنت بشید، با ریشه گیاهان مسواک درست کن. برای اون جامعه پیشروه، اون جامعه رو به سمت تمیزی میبره، به سمت نظافت میبره. اما این قالب به درد امروز نمیخوره، امروز جواب عکس میده، امروز میشه پر باکتری، پر میکروب، با خود میبریم بر اون بر. یه روزی گفته آبهای جاری پاک است. اصلا شما فرض کن 1400 سال پیش آب جاری آلوده داشتیم تو کل جهان، یه رودخونه آلوده پیدا میکردید، مواد سمی، مواد شیمیایی وجود داشت، فاضلاب اصلا وجود داشت، آب جاری پاک بود. پاکی در اون فرهنگ یعنی تمیزی، آب جاری تمیز بوده، رودخانه، همه رودخانه ها چی بوده؟ تمیز بوده، فاضلاب وجود نداشته، نه صنعتیش نه خانگیش. آب جاری پاک است در اون زمان، یعنی آب جاری چی است؟ تمیز است. خب شما آقا صنعت اومده آلودگی ریخته تو رودخونه، علمم داری میفهمی، نه رنگ آب عوض شده نه بوی آب عوض شده، هیچی، آبو نگاه میکنی زلال، پر میکروبه، پر ویروسه، پر باکتریه، فاضلاب شهری بهش وصل شده. بعد میگه پیامبر فرمود آب جاری پاکه. پیامبر این رودخونه که تو به لجن کشیدی و نگفتا، اون چیزی که او گفت پاکی در اون زمان با تمیزی مساوی بود. به خاطر شرایط اون روز جهان ما رودخونه کثیف که آلودگی داشته باشه اصلا نداشتیم، مگه اینکه رنگ و بوش با یک چیز فاسدی تغییر کنه. رودخونه کوچیکیه، سه تا گاو توش مردن، این بدن پوسیده لش را افتاده تو آب، بو گرفته، چی شده؟ گفت این کثیفه، تموم شد رفت. حالا وایستاده پا این حرف که پیامبر گفت آب جاری پاک است. آقا آب جاری در اون زمان، رودخونه در اون زمان با رودخونه امروز، با این علمی که داری از زمین تا آسمون چیه؟ فرق میکنه. حالا وایستاده پایین قالب، بعد پایین قالب وایستاده میگه خب آب جاری میشه باش وضو گرفت دیگه. شما خودتون میدونید با 99% رودخونه های کشور خود ما الان نمیشه وضو گرفت، چون آلوده است، چون آلوده است، مریضی میاره، تمیزت نمیکنه، کثیفت میکنه، چون قالب گرایی بی محتوا، حواسش هم محتوا پرت شده، نمیفهمه پاکی یعنی تمیزی. بعد پا تمیزی وای نستده، پا قالبه وای ساده، آبهای جاری پاک است. نه آقا پاک نیست، آب جاری امروز پاک نیست. امروز برای اینکه آب جاری پاک باشه هزار تا شرط میخواد، یکیش اینه که دست بشر بهش نرسیده باشه، چون ما جایی نیست که گند نزده باشیم. زهر الفساد فی البر بلبر به ما کسب دعید الناس، ما با دستمون دریا و خشکی رو به لجن کشیدیم. یکیش اینه که آقا من به شما عرض کردم قرآن میگه انسان، انسان منظورش این انسان هبوط کرده که من و شما باشیم فکر میکنیم این جسم محدودیم نیستا، داره با حقیقت انسان حرف میزنه که یک موجود نامحدوده.
بعد با یه موجود نامحدود حرف زده، تو به خودت گرفتی، تمام کلماتش میشه غیر منطقی، چون اصلا مال تو نیست، اصلا با تو صحبت نکرده. مثل اینکه یک نفر اسمش حسنه، رئیس یه اداره ایه، منم اسمم حسن هیچکارم، احکامی که مال اونه بدن به من، همش راجع به من چیه؟ غلطه، چون من اون بستو ندارم، من اون مقامو ندارم، من اون مسئولیتو ندارم، من اون اختیار رو ندارم. انسانی که تو قرآن باش صحبت شده، این انسانی که ما فکر کردیم، ما یه تصور غلطی از انسان داریم، اینو نگفته که. بعد میگی برزخ، نمیفهمه یعنی چی. فهم کنی یه عالم یه جای بیرون میریم به اونجا میگن برزخ، با اینکه برزخ در انسان ترجمه میشه نه بیرون انسان. تمام کلمات قرآن درون انسان ترجمه میشه اگه دنبال معنای درستش میگردی، بیرون رختی بردی از خودت اصلا. اگه فرض کردی تو محدودی و عالم متکثره، کلمات این دیگه معنای درستی واسه پیدا نمیکنه، باید ببافی همین چیزی که بافتن. بعد میگه قرآن خیلی بی محتواست، اصلا با تو صحبت نکرده، مخاطبش انسانه، تو اون انسانیت خودتو، انسان بودن، اون حدود خودتو، اون بی نهایت بودنتو، اون واقعیت و حقیقتتو وقتی فهمیدی، بعد میبینی همه کلماتش درست رو منطقه، سر جاش وایسته. ولی غیر از این باشه احساس میکنی چیز بی مفهومیه. این مشکلات پیش اومده خب، و حالا از این دستم زیاده، مثلا دین یه جا بیان اسطوره‌ای داشته، بعد اینا فکر کردن اسطوره واقعیته، نمیفهم اسطوره حقیقت داره و اصلا دین دنبال حقیقت، دنبال واقعیت داستان نیست. بعد خب بله دیگه، یک چیزی که حقیقت داشته رو فکر کرده واقعیت داره، بعد آزمایش میکنه میگه واقعی نیست، میگه حقیقت هم نداره. مثلا که شما الان برگردید کسی بگه فردوسی آدم دروغگوییه، دور از جونش نعوذ بالله، خیلی بزرگ فردوسی، خیلی بزرگ فردوسی، من نه آقا دروغ گفته، تو شاهنامهش یه دونه حرف راست نزده، بله اون داستانی که گفته همش اسطوره است، افسانه است، اما حقیقت داره، پر از حقایق انسانیه. مثل بینوایان ویکتور هوگو، نه شان وارژانی هست، نه خانم تناردیه، خاندان تناردیه هست، نه کوزه، هیچ کدوم اینا وجود واقعی ندارن، اینا کاراکترایی هستن که واقعیت ندارن، اما حقیقت جامعه اون روز فرانسه است. و اون کتاب یه کتاب بی‌نظیر اخلاقیه، شما نمیتونی بگی ویکتور هوگو دروغگوه، چون منظورش از اون کتاب حقایقیه که درون اون کتابه، گذشت اسقف، سختگیری پلیس، خباثت‌ها و رذایل اخلاقی کف جامعه، زیاده خواهی‌ها، زشت روح‌ها، زیبا روح‌هایی که زشت عملن. شما اصل کتاب بخونید، اون دخترهای زیبا، دخترهای تناردی هم کوزت واقعا زیبا نیست اصلا، حالا تو کارتون و فیلم و این چیزاش اینو خوشگل درست میکنن، اونی که زیباست دخترهای تناردی هم، قیافه زیباست، عمل زشته، این تناقضات رو ورده اونجا، اون یک سفره بی نظیر انسانی درست کرده. وقتی میدونی او دنبال حقیقته میفهمی آدم راستگویه، اما اگه فکر کردی داره از واقعیت میگه، یک واقعیت تاریخی میگه، اون میشه آدم چی؟ دروغگو، چون نیست، این واقعیت نداره، اصلا اتفاق نیفتاده. و تو دین هم همین بساط را افتاده. حالا این مطلبی که الان میخوام بگم، ظاهر اولیش اینه که خواستان چی یعنی چی، اما در ترجمه یه سری از مفاهیم دینی برای فهم صحیحشون، یکی از شاه کلیدهایی که باید دست هممون باشه بتونیم معنای درست به دست بیاریم. حالا میخوام راجع به مفهوم زمان صحبت کنیم. این من یه بحثی رو اولای بحث انسانشناسیمون با هم صحبت کردیم، راجع به تصاویر در عالم. ببینید تصاویر در عالم ثابتن، تصاویر نمیتونه تعدد برداره. اگه اینجوری باشه علم بودن علم از بین میره، چون ما دیگه نمیتونیم تفاهم بکنیم با هم دیگه. تصاویر اشیاء رو در عالم ببینید ثابتن، چون ثابته میتونیم با هم تفاهم بکنیم. من تصویر همین کتاب مثلا رنگ، این رنگایی که میبینید، اولا که مکانیزم بینایی در همه ما مشترکه، هممون مکانیزم بینایی، منظورم فقط چشم نیست، تمام ابزاری که باش از عالم دریافت میکنیم در همه ما مشترکه، و تصاویری که در عالم میبینیم مثل همه مو نمیزنه با هم، برای این میتونیم تفاهم کنیم با هم دیگه، چون من شما رو سر یه آدرسی بفرستم دقیقا همون جایی میره که من میخوام،
چون همون تصاویری رو میبینی که من میخوام. تصاویر تو عالم دنیا دنبال هم میاد، یه تصوری به ما میده. حالا ما یه چیزی داریم اسم برهان علیت، میگیم این تصویر قبلی علت تصویر چیه بعدیه، میگه آتیش روشن کردم ما با گذاشتن روش جوش اومد. همه جای عالم وقتی آب آتیش هست آبو میذاره روش چی میشه؟ جوش میاد. میگه علت جوش اومدن آب چیه؟ آتیشه، حرارته. چون همیشه این دوتا تصویر رو پشت سر هم دیگه دیده، با اینکه دوتا تصویر مختلفن، ربطی هم به هم دیگه ندارن، به هم دیگه هم تبدیل نمیشن. من یه مثال براتون بزنم، میخوام این مطلب روشن بشه. ببین مثال خیلی کامل نیست ولی مطلب رو میرسونه. شما فرض کنید یه نفر هیچ تصوری از سینما نداره. میدونید سینما چیه که؟ تصاویر پشت سر هم دیگه با سرعتی پخش میشه که شما تصویر رو در حال حرکت میبینید. شما رو پرده سینما میبینید یه اسب داره حرکت میکنه. شما میدونید هیچ اسبی حرکت تو اون تصویر، هیچ چیزی حرکت نمیکنه. این تصاویر مختلفیه که داره پشت سر هم پخش میشه و چون پشت سر هم پخش میشه شما احساس میکنید داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. در اصل مثلا یک دقیقه رو که وقتی نگاه میکنید مثلا نمیدونم چند تا تصویر میشه؟ الان 50 تا، الان تو یک دقیقه 50 تا تصویر میبینید. یعنی شما وقتی یک دقیقه تصویر رو میبینید 50 تا تصویر پشت سر هم میاد. یک ثانیه 50 تا تصویر پشت سر هم میاد تا شما حرکت میبینید. یعنی یک دقیقه که 60 ثانیه است 60 تا 50 تا دارید تصویر میبینید. فرض کنید یکی این علمو نداره، نمیدونه، و براش فیلم پخش کنید رو صفحه سینما، ببینه یه جا دونه میکنن تیر چراغ برق در میاد. ما بچه بودیم این کارتون پینوکیو نشون میداد، بعد اون گربه نره و اون روبا مکاره به این گفتن پولاتو بیار، میریم پولا رو میکاریم درخت پول در میاد و نشون میداد تصویر رو. من تو بچگی فکر کنم واقعا پولو بکاری درخت پول در میاد، چون اینو دیدیم هر جا میکاشتن درخت پول در میاد. حالا شما فرض کن از اول فیلم تا آخر فیلم چی رو نشون بده؟ اینو نشون بده که هر کجا دونه میکارن تیر چراغ برق در میاد و این طرف هم هیچ تصویری راجع به سینما نداره. چه اتفاقی میفته تو ذهنش؟ چه باوری پیدا میکنه؟ که هر جا دونه بکارن چی در میاد؟ تیر چراغ برق در میاد. چرا؟ چون این تصویر رو دیده. بشن بگه اشتباه میکنی میگه بیا نشونت بدم. 200 تا فیلم دیگه هم بیاره تو 200 تاش هم همینجوری باشه فرض کنید. یعنی هر جا دونه میکنن تیر چراغ برق در میاد. میگه ببین دیگه. دقیقاً تصویری که بیرون میبینید همینه. شما دارید تصاویر مختلف میبینید. منتها چون تصاویری رو همیشه پشت سر هم دیگه دارید میبینید معمولاً فکر میکنید تصویر قبلی علت تصویر بعدی، یا تبدیل شده به تصویر بعدی. هیچ تصویری به تصویر دیگه تبدیل نمیشه به هیچ وجه. تصاویر ثابتن، تغییر نمیکنن، و چون تغییر نمیکنن ما با هم به تفاهم میرسیم. اگه تغییر بکنن که تفاهم نمیتونیم برسیم. تصویر داره همجوری تغییر میکنه، ما یه جا وای نمیسه که من بگیرم بگم ببین اینه، این راجع به این دارم صحبت میکنم، اون هی داره تغییر میکنه. چون ثابت میمونه ما میتونیم با هم به تفاهم برسیم. چون هزار سال دیگه هم بیای همین تصویره، 100 سال پیشم همین بوده، ما با هم به تفاهم میرسیم. نه تغییر میکنه نه تعدد برمیداره. تصاویر تو عالم چی هم؟ ثابتن. بهش دقت کنید، بهش فکر کنید. خب شما مفهوم زمان رو چی میدونید؟ تغییر بیرونی میدونید. شما تغییرات بیرون رو ازش استنباط زمان میکنید. با اینکه همین الان با هم صحبت کردیم که در بیرون تغییری اتفاق نمیفته به هیچ وجه. تصاویر ثابتن، تصاویری که پی در پی شما تماشاشون میکنید میبینیدش، هیچ کدوم به هیچ کدوم دیگه تبدیل نمیشن تحت هیچ شرایطی. یعنی در اصل در بیرون تغییری اتفاق نمیفته. از اول عالم این تصاویر بودن تا آخر عالم هم همینا هستن، یعنی هم ازلی هن هم ابدی هن. پس تغییر کجا اتفاق میفته که شما مفهوم زمان ازش برداشت میکنید؟ این حرفا رو قبول داریم؟ این که تصاویر ثابتن مطلبش روشنه، چون قبلا اون رو توضیح دادم خیلی.
که تصاویر در عالم ثابتن، تغییر نمیکنن. اگه تغییر بکنه اصلا نمیتونیم به تفاهم برسیم با هم. ما سر یه چیز مشترکی که ثابت است به تفاهم میرسیم دیگه. من الان به شما میگم برو یه سنگ وردا بیار، هیچ کدوم نمیری کلوخ بیارید، نمیری یه ظرف آب بیاری، میری سنگ بیاری. این تصویر سنگ، این مفهوم، این همیشه همینه که هست. هزار سال پیش این بوده، هزار سال بعد هم چیه؟ همینه. چون ثابت بود اصلا باعث شد بتونیم اسم روش بذاریم. اگه وای نمیستد که اسم روش نمیتونستی بذاری. الان من به شما میگم برو یه سنگ بیار، میدونی چی راجع به چی دارم صحبت میکنم؟ حتی نوعشو میتونم بهتون بگم. بگم برو یه سنگ عقیق وردو بیار، میفهمی راجع به چی دارم صحبت میکنم؟ ثابته، تغییر نمیکنه. چون ثابته ما به تفاهم میرسیم. وقتی الان من میگم سنگ عقیق، سنگ عقیق تو ذهنت میاد. من میگم آقا طلا، یه شمش طلا. کسی از شما هست که شمش طلا تصویر غیر از اینی که الان تو ذهن من هست تو ذهنش بیاد؟ اگر من تو گوشی موبایلم یه شمش طلا نشون بدم، همون چیزی نیست که شما الان تصور کردید؟ ثابته دیگه، تغییر نمیکنه دیگه، به هیچ وجه تغییر نمیکنه. چون ثابته میتونیم راجبش صحبت کنیم، اصلا میتونیم اسم روش بذاریم، میتونیم اسم روش بذاریم، میتونیم راجبش تفاهم بکنیم. اگه نبود که نمیشد. اگه هی در حال تغییر بود، الان فلز بود، بعد یه دفعه میشد آب، یه دفعه میشد چه میدونم خاک، یه دفعه یه جور دیگه میشد، روان میشد، گاز میشد، فلان میشد، نمیشد که راجبش صحبت چی داری صحبت میکنی. اما چون ثابتن تصاویر در جهان، ما میتونیم راجبش صحبت کنیم که اگه نبودن اصلا علم وجود نداشت و تفاهم به وجود نمی اصلا نمیتونستیم با الان همین کلماتی که من دارم باش راجب با شما صحبت میکنم، مفهوم این کلمات رو متوجه میشید یا نمیشید؟ چون ثابتن اینا متوجه میشین دیگه. اگه تغییر بکنه اصلا کلام بیان از بین میره. پس عالم بیرون ثابته، هیچ تغییری درش را نداره به هیچ وجه، هیچ تبدیلی هم درش امکان نداره. خب پس مفهوم زمان شما از کجا به دست میاری؟ بیرون که ثابته که. ببین آقا، یه مثال میزنم خیلی روشن، مطلب خیلی قشنگ روشن بشه. شما یه ظرف آب رو فرض کنید، خب دستتون میزنید داخلش، زیرش رو روشن کنید، حالا حرارت زیرش رو زیاد کنید، یواش یواش احساس میکنید آب چی شده؟ گرم شده، درسته؟ حالا ظرف آب بذارید، دستتون بذارید داخلش، فرض کنید عصب دست شما کنترل داره، حالا عصب دستتون هی تقویت کنید، احساس میکنید آب داره چی میشه؟ گرم میشه، داره تقویت میشه، هی عصب بیشتر، حساسیت چه هی ببرید بالا، همون حس رو بهتون میده یا نمیده؟ شما گوشتون، فرض کن گوشتون ولوم داره، میزان شنواییتون ولوم داره. خب حالا یه صدای ثابتی در طبیعت هست، حالا من ولوم گوشتون رو هی بیشتر کنم حساسیت چه، شما احساس میکنید اون صدا داره چی میشه؟ بلندتر میشه. در صورت که اون چیزی که داره تغییر میکنه در اصل حس شماست، نه اون صدایی که در بیرون وجود داره، درسته؟ یعنی ممکنه تغییری در درون شما باشه که شما احساس کنید تغییر در کجا داره اتفاق میفته؟ در بیرون. حالا بیایم بریم سراغ احساسات. میگه رفتیم فلانجا، جو خیلی سنگین بود، بعد هر چیز گذشت هی بهتر شد، صمیمیتر شد. نم تغییری بیرون اتفاق افتاد یا احساس توی داره تغییر میکنه؟ این تغییرات احساسی توه که داری نسبتش میدی به بیرون. احساست لطیفتر شده، سنگینی از رو دوشت چی شده؟ برداشته شده. در اصل اون چیزی که داره تغییر میکنه چیه؟ احساس شماست، ربطی به بیرون شما نداره. اگر جهان ثابت است که ثابت است، اگر تغییر نمی کند که نمی کند، اگر تعدد بر نمی دارد که بر نمی دارد، اون چیزی که داره تغییر می کنه و شما مفهوم زمان رو ازش برداشت می کنید در از احساس شماست. این تغییر در شما داره اتفاق می افته. چه وقتی زمان رو از دست می دی؟ وقتی احساس تو از دست میده. یه یارو بیهوشه به هوش میاد نمیدونه کیه.
اگه تغییرات بیرون زمان رو بهش یادآوری میکنه، پس چرا میگه الان چه وقت روزه؟ چقدر خواب بودم؟ کجا سالن؟ چه موقع روزه؟ من زمان از دستش رفته. چون اصلا زمان از بیرون برداشت نمیشه، از خودشه. ربطی به بیرونش نداره. حالا آیا چیزی به اسم زمان گذشته وجود دارد؟ یا آینده؟ اصلا گذشته و آینده وجود دارن؟ مگه نمیگیم ثابت عالم؟ اگه ثابت باشه نه گذشته وجود داره نه آینده ای. منتها احساس ما، حرکت احساس ما بر عالم باعث شده یک مفهومی تو ذهن ما ایجاد بشه به اسم چی؟ گذشته. یا یک مفهومی در ذهن ما ایجاد بشه به اسم چی؟ آینده. اما اون چیزی که وجود داره همینی که هست، یعنی حضور آنه. اون احساس ماست، حرکت احساس ماست. حالا اگه من این احساسی که الان دارم و سوارش بشم بتونم برش گردونم به گذشته، در اصل من رفتم به کجا؟ به گذشته. میتونم تمام اتفاقاتی که افتاده رو چیکار کنم؟ ببینم و بگم. یعنی اگه در احساس یک کسی بشینم، تو احساس یک کسی و حرکت کنم به قبل، میتونم قبل و کامل چیکار کنم؟ دیدید این کاراگاه‌های خیلی حرفه‌ای چیکار می‌کنن؟ میره توی صحنه قتل، قاتل رو هم می‌شناسه، با روحیاتش هم آشناس، تمام حرکاتش رو با جزئیات حدس می‌زنه درست. یعنی قشنگ می‌شینه تو احساس اون قاتل به خاطر شناختی که ازش داره. این قاتلا دیدی مثلا سریالی فراری، این دنبالشه، سالهاست دنبالشه، قشنگ دیگه این کاراگاه با این قاتل آشناس، با تمام جزئیات روحیش آشناس، قشنگ تو صحنه قرار میگیره. دستت درد نکنه، مثلا جزئیات رفتارش رو هم درست حدس میزنه بدون هیچ مشکلی. گذشته‌ای وجود نداره، احساس. این توی این احساس قرار میگیره، برش میگردونه به گذشته. یعنی به گذشته یا اون احساس، تصاویری که ثابت هست، یا آیندم همینه، هیچ فرق نمی کنه. اگه اینطوری باشه، سه تمام اتفاقاتی که در گذشته افتاده همین الانه. بله خب همینه، درسته این؟ بله. مثلا امام حسین همین الانه، اصلا گذشته وجود نداره دیگه. دارم همینه میگم به شما دیگه. بله دیگه، فکر کنیش خبریه؟ پس روشت چی میشه؟ مثلا یه دونه روشت میکنه توی یه زمانه. اونا شما داری یه سری تصاویر رو میبینی، فکر میکنی اون قبلیه داره میشه بعدی، اما اون تصاویر هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. تصاویریه که پشتر هم داره میبینی، این تبدیل به اون نشده، اون تصویر ثابته. برای همین راجبش میتونی صحبت کنی. این یه تصویر دیگه است، باز یه تصویر دیگه است، باز یه تصویر دیگه است، که هر کدوم تو مقطع خودش ثابته، تبدیل به بعدی نمیشه. تصویر بعدی یه تصویر دیگه است. تصاویر رو شما تختی کن، همش ثابته، تکون نمیخوره، سر جاش وایسید. منتها چون در پی هم میاد، حالا من نمیخوام مثلا، قرار نبود تو این بحث مثلا قرآن بخونی، ولی مثلا تو قرآن نها کن، میگه تو کشاورزی نمیکنی که من میرویانم، مثلا تو چه کاری؟ میگه من میرویانم، مثلا تو نیستی، تو فکر میکنی داری این کارو میکنی. چون تو عالم همیشه این تصاویر پشت سر هم میاد، این تصور واسه تو ایجاد شده که این علت اونه. با اینکه همین الانم هم نگاه بکنی، خیلی وقتا پشت سر هم نمیاد، هزار تا دونه میکاری در نمیاد. حضرت امیر گفت خدا رو چجوری شناختم؟ گفت به فسخ عزائم. تمام مقدمات یک اتفاقی رو فراهم کردم ولی اتفاق نیفتاد. مابش اصلا این رو ربطی به اون نداره. این مطلب خیلی روشنه، چیز ثقیلی نیست. آقا این که زمان را احساس تو می سازد، حرکت توه بر عالم که مفهومی به اسم زمان درست کردی. خب پس میتونی به گذشته برش گردونی، میتونی به آینده برگردونی، میتونی اصلا نگرش داری دیگه، دست توه دیگه. یه سری کلمات هست در معارف دینی که کلمه زمان درش اومده، مثلا روز قیامت، یوم القیامه،
اگه مفهوم درستی از زمان داشته باشی، تصویر درستی از اون داستان میتونی پیدا بکنی که اصلا بفهمی آیا ما مثلا قیامت یک جایی، یک اتفاقی میفتد، ما وارد یک اتفاقی میشویم، یا یک حالی است در ما ایجاد میشود. کدومه؟ چیزیه که احساسات ما درستش میکنه، ما سازندشیم، یا ما باش مواجه میشیم؟ کدومش؟ اگه زمان تغییرات بیرونی شما باشه، شما باید باش مواجهه بشی باش. اما اگه چیزی باشه که شما درست میکنی، یعنی شما درش قرار میگیری، شما اصلا ایجادش میکنی، در شما اتفاق میفته، گذشته در شما اتفاق میفته، آینده در شما اتفاق میفته، چون احساس شماست داره حرکت میکنه، در از تو داری میسازیش. ثمره بحثش اینجا معلوم میشه. پس اصلاً چیزی به اسم زمان، اونی که الان تو ذهن ما هست که به خاطر چرخش مثلا مادیات، چندان طلوع و غروب خورشید و تغییرات و نمیدونم فرسایش و فلان و این حرفا، این تغییرات، اومدن فصلها و رفتنش باعث میشه که ما یک مفهومی به اسم زمان رو از عالم انتزاع کنیم، این حرف درست نیست، چون این تصاویر همش ثابته، هیچ کدومش تغییر نمی کنه. شما داری میگی تغییر تصاویر میرسن به زمان، با اینکه اصلا تصاویر تغییر نمی کنن که. در اصل اون چیزی که تغییر میکنه احساس شماست، حالا یا تقویت میشه یا ضعیف میشه، من به اونش کار ندارم. تغییر در شماست، تقویت در شماست، بیرون نیست. بهش میگی مفهوم زمان. حالا برزخ کجا میشه؟ حالا قیامت کجا میشه؟ یعنی شما میرسی به یه چیزی، در شما اتفاق میفته. شما موجود محدود نیستی که الان مثلا دیگه میگم فلان جا رسیدیم، آقا تصادف شده بود. قیامت اینجوری نیست که ما رسیدیم اینجا تصادف شده و ما رسیدیم اونجا، نه، در تو ایجاد میشه. حالا یه سوال، میشه کسی برزخ نداشته باشه؟ نه، ازش رد بشی؟ بستگی به خودتون داره همه چی. میتونه همینجا برات اتفاق بیفته، میتونی همینجا حلش کنی. این برزخ میدونی چیه که یه باید توضیح دادم دیگه، ما بی نهایتی هستیم که یقین کردیم تنیم، الان واقعا یقین داریم همین تنیم دیگه، برای همین دست تو جیب کسی نمی کنی، اجازه کسی دست تو جیبت بکنه، میگه جیب منه، پول منه. خب تو الان همین موجود محدود میدونی دیگه، میگم من اینم. خب حالا مرگ اول اینه که این چشمی که ما باشیم، چشم منظورم انسانه، همه یعنی ما چشمیم دیگه، دریافت داریم دیگه، منظورم چشم فقط این چشم نیست، حواس، احساس، همش این چشم یه جایی به خودش میاد، میبینه هم خودشه چشمه، هم چشم اندازه. من چرا دارم پشت اون دیوار میبینم؟ تو خواب براتون اتفاق میفته، خیلی وقتا خواب میبینی تلفنی داری با یکی حرف میزنی، اما اونو داری میبینی تو خونه خودش، مثلا یارو تو مشهده، خواب دیدی یه نفر تو مشهد داری باش حرف میزنی، بعد تو خواب اونو تو مشهد تو خونهش میبینی، بعد میگی یعنی چی؟ من دارم اینو میبینمش. شاید اون لحظه برات سوال نشه، بعدا که خواب بیدار میشی اصلا دقت کنی تو خواب آدم میبینه طرفو، یعنی هم چشم، هم چشم انداز کنار همه، شما میمونی بین این. بالاخره من این جسمم، اگه من این جسم محدودم، چرا دارم مشهد رو از اینجا میبینم؟ اگه من این نیستم پس چیم؟ با اینکه یقین دارم تنم. شما تو خواب خودتون رو میبینید، مگه با همین شکل خودتون رو نمیبینید؟ مگه شکل شما اینه؟ چرا تو خواب خودتون رو این شکلی میبینید؟ چرا قیافه واقعیتو نمیبینید؟ چون یقین کردی این تنی، یقین رو با خود تا اونجا بردی، با این که وقتی یقین رو با خود اونجا میبری، اما لوازم این یقین اونجا وجود نداره، یعنی اون تو خواب و بالا پشتمون میپری پایین، چیزم نمیشه، با
من که تو عالم ماده به پای میمیری، یقین رو با خودت بردی، اما همه لوازمش با خودت اونجا وجود نداره. این دوگانگی میمونیم بین این که من تنم یا همه این عالمم. این برزخه، گیر کردن بین باور تن و این که نه من یه موجود بی نهایتم، بهش میگم برزخ. از این میشه همین تو عالم دنیا پرید دیگه، این که کار نداره که اصلا به برزخ هم نبره نرسه، اصلا برزخ هم نشته باشی، همینجا مشکل رو حل بکنی. حضرت امیر چی میگه؟ میگه اگه همه پرده ها بره کنار، چی بود عبارتش یادتونه؟ لو کش فلقتا مزدت تا یقین هایم، چه عبارت یادم نیست. میگه اگه همه پرده ها بره کنار به یقین من اضافه نمیشه. یعنی چی؟ پریدم رفتم دیگه، تمامش کردم. پس چون خالقش توی، خب همینجا موتو قبل ان تموتو، هم خب بری بهت نشون بدن، خب ببین. چون میدونید وقتی شما بی نهایتی، تمام عالم مظهر بی نهایته، تمام عالم. من یه بار اینو یه ساده شو به شما توضیح، خیلی ساده شو ببین، خیلی خیلی ساده شو. شما این لیوان چایو ببین، من لیوان چای اینجا حرکتش میدم، خوبه؟ این همین تصویر اینجا رو، این بین این دوتایی که من حرکت دادم، اینجا چند تا تختی میشه بشه؟ بی نهایت. یعنی الان بی نهایت تصویر شما دیدین، منتها مکانیزم بینایی شما چون نقص داره، بی نهایت تصویر رو در نهایتش 10 تا 4 تا 5 تا یه دونه تصویر میبینه، و برای این که از شر اون بی نهایت راحت بشی یه اسمم روش گذاشتی، چون یه تصویر ندیدی. الان که من از این نقطه تا این نقطه میتونم بی نهایت چی ایجاد کنم؟ استپ ایجاد کنم، درسته؟ یعنی بی نهایت تصویر اینجا وجود داشت الان، ولی اسمشو گذاشتی استکان چایی، تموم شد رفت، یه اسم گذاشتی رو بی نهایت تصویر، که بیانش چی بشه واسه؟ ساده بشه. اما در حقیقت بی نهایت تصویر اینجا دیده شد، اینم به خاطر مکانیزم بینایی ها، نقص داره ولی باعث زیبایی شده، باعث شده بتونی زندگی کنی. اگه شما میتونستید با این چشمتون تمام تصاویری که اینجا وجود داره ببینید، میتونستید انقدر راحت اینجا الان بشین من نها کنید؟ مثلا ذهن تحمل میکنه؟ این بچه های اوتیسم رو دیدین توی چیزی حساسیت دارن، مثلا روی یک صداهایی روی تصاویری بیشتر از اندازه طبیعی میبینن، اون صدا رو میشنون یا اون تصویر رو میبینن، یا توجه بیش از اندازه دارن، واقعا تو ذهنشون خدا میدونه چی میگذره. بعضی فیلم ها من دیدم ساختن که نشون بدن یک اوتیست تو ذهنش چه تصاویری میبینه، سرگیجه میگیری از تعدد صداهای مختلف و تکرارشون و ضربه هایی که میزنه یا تصاویر. به همین سادگی هر چیزی در این جهان میبینید مظهر بی نهایته، ولی کنارش ساده رد میشیم. پس میشه همین الان که اینجا نشستیم از این باور تن چیکار کنیم؟ بپریم، کار سختی نیست. یعنی بفهمیم که همه چیز هستیم. مرگ اولینه، یه مقدار از تن میپری، چشم و چشمنداز به هم نزدیک میشه، کنار هم قرار میگیری، یعنی میبینم چیزی رو که در حالت طبیعی نباید ببینمش، باید پشت این دیوار من نباید ببینم، اونور عالم رو نباید ببینم، ولی اونم همش هست، خودم هستم، اونم هست. مرگ اصلی چیه؟ دیگه منی نباشه، همش همه عالم باشه. که بفهمم همه چیز منم، در این حالی که چشمه چشماندازه یکیه، دوتا نیست، تو برزخ هنو دوتاست، چشمه چشماندازه ولی کنار همه. مرحله بعد اینه که بفهم اینا چیه؟ یکیه. همینجا میشه بهمسید. چرا؟ چون در شما اتفاق میفته. وقتی در شما اتفاق میفته، همین الان هم میتونه چی بشه؟ اتفاق میفته.
یعنی شما معطل چیزی وای نمیستی. همون که گفتم دیگه، حالا بگم خیلی ساده شم که موتو قبل ان تموت. مردن چیه؟ پریدن از باور تنه دیگه. میگه خب بپر تا که این تن نیستی. هر چی میخواید برید سعدی بخونید، برید حافظ بخونید، برید مولانا بخونید، برید عطار بخونید، برید خیام بخونید، نقطه نقطهش به تو میگه بپر. میگه تو این تن نیستی، میگه تو این موجود محدود نیستی. برید عرفای دیگه جهان، اسپینوزا برو بخون، برو بودا بخون، چی میگه؟ حرفش چیه؟ جای جایش میگه تو این تن نیستی، همه چیز تویی. و همه اتفاقا در تو میفته، خالقش تویی، بیرون تو نیست. که اصلا در حقیقت چیزی به اسم بیرون وجود نداره، بی نهایت حقیقتیه که غیر نداره دیگه. الان میگه علم، علم اینه که تو به خودت آگاهی پیدا میکنی، نه که بیرون یه چیزی بهت میدن. آگاهی پیدا میکنی به خودت. برای همین انبیا رو بهشون میگن چی هن؟ انبیا چیکارن؟ میگن اینا مذکرن. کارشون چیه؟ میگن کارشون تذکر. تذکر میدونی راجبه چیه؟ الان یه دفعه میگن حاج آقا دهنت خوش شده، چای اون کنار هست بخواه. حواسم نبود، چای هست. چیزی که هست من بهش بی توجه هم، تذکر میدن، توجه میدن به من نسبت به چیزی که هست. از بیرون ور نمیداره بیاره بذاره اینجا، که تذکر به چیزی میدن که هست. یعنی قرار نیست کلمه ای به شما یاد بدن، یاداوری میکنن، توجه میدن به شما به چیزی که وجود داره. بعد شما اسمشو میذاری علم. بله، علم آگاهی ماست به خودمون. از بیرون هم چیزی نمیاد، اصلا بیرونی وجود نداره که چیزی بیارن. و اصلا چیزی نیستش که در تو نباشه، چون همه چیز هست در بی‌نهایت، همه چیز در خودشه و مقصد خودشه. مسیر چیه؟ خودش. ببین اگه شما این مفاهیمی که الان گفتیم، حالا اینا که بچه این بحثا اول شاید یه ذره مثلا به ذهن بیاد آقا بحث ثقیله یه جوریه، مهم نیست، انگار راجبش حرف میزنه مادی میشه، انگار راجبش با هم صحبت میکنین، چون بدونید یه ذره چون این مفاهیمی نیستش که روز باشه، روتین باشه، اومده باشه کف جامعه، یه ذره اصطلاح و کلمه و این چیزا هم کم داره دیگه. اشکال نداره، عجله نداریم که حالا یه جلسه راجع به زمان داریم با هم حرف میزنیم، که یه زمان تغییرات بیرون است یا حرکت احساس ماست بر تصاویر بیرون، کدومشه؟ تازه من کلماتم الان وزن نمی کنم، میگم عرفی میگم، یعنی کلاس فلسفه نیست بشینیم حالا بخوایم کلماتمون هم وزن کنیم، که میخوایم مفهومه بره. یعنی بعضی این جلساتو مثلا با کلاس فلسفه اشتباه میگیره، اومده شده ملا لغتی، میگه اینجا گفتی بیرون، اینجا گفتی درون، پس این با اون باقا من میخوام مفهوم برسه. الان داریم راجع به این مطلب هم گفتگو میکنیم، کلاس فلسفه نیست، داریم این پوز چی بذاریم بگیم چهار تا اصطلاح بیاریم که خودمونم نفهمیم چیه، دارم اقعا عرفی میگم که قشنگ مفهوم ملموس بشه، معلوم بشه چی داریم میگیم، سر کیو میتراشیم. میگم چرا هم میگیم ثمره بحثو گفتم بهتون، که این سری کلمات در ادبیات دینی ترجمه غلط میشه، چون تصور غلط از انسان وجود داره. این واقعا فکر میکنه وقتی میمیره یه جاییه، مثلا یه عالمیه، یه جاییه، مثلا یه عالم دنیا جاییه، بعد اینو ورم دارن 4-5 نفر اینو مردن میبرنش اونجا، مثل یه جاییه. حالا بعضی که میکنن تو آسمونه، آره تو آسمون، باید آسمون هم همین میبینن آسمونو، یعنی همین کهکشان ها رو میگن این آسمونه، میگن این آسمون اوله که میبینید، بعد از این
یه آسمون دیگه ایه، چه آسمون دوم، بعد سوم، چهارم، هفتم، چی همینجا میره بالا. آسمون رو این میبینن همینجا که ستاره ها هست. بعد واقعا فکر میکنه طرف رو میبرن یه جایی، اصلا انگار یه جای دیگه ای هست، انگار مثلا ما اینجا یه جایی هستی، مثلا کره زمینه، اونو میبرن توی کره مریخ مثلا. مگه جایی هست؟ خیر جایی بری، اصلا جای سطح چی نه خبران، اصلا اینجوری نیست، اصلا جایی وجود نداره که مثلا که از اینجا میبرنش جای دیگه. متوجه نمیشه که این تغییر میکنه، این چشم عوض میکنه، جای دیگه وجود نداره. مگه جای دیگه ای هست؟ بیرون بی نهایت جایی سراغ داریم؟ وقتی بی نهایتی بی نهایته دیگه، بعد حرکت درش معنا نداره، مگه اتمسفر بره این و بیاد این ور؟ یا اینا مفهوم بی نهایت رو نمیدونن چیه؟ که احتمالا نمیدونن، یا هنوز فکر میکنن واقعا انسان یه وجود محدوده. مثلا اینجا چهار نفر میاد دست پا ما رو میگیرن، ما رو میبرن یه جای دیگه، بعد دیگه میگه حاج آقا بابای ما فوت شده ما رو میبینه یا نمیذارن ببینه؟ مثلا بردن یه کره دیگه ای، مثلا باید تصویری اینو ببینه، مگه بابا جایی رفته؟ خدا رحمت کنه استلقا قاضی داشت میمرد، بچه‌هاش گریه می‌کردن دورش، عیالوار بود استلقا، خیلی زن چیز بود، عیالوار بود. بعد بهشون میگفته تو اون حال میگفته این داره میره، من که هستم، چه گریه میکنین؟ این جسمه داره میره، من که هستم، یه جایی نمیرم، چه گریه میکنین؟ حالا الان رو میگم شب خواب وحشتناک میبینه، میگه بابام تو خونه مونه. تصورات هالیوودیه دیگه، فیلم سینمایی دیده. این واقعا فهم میکنه مثلا حضرت علی همونی که تو فیلم امام علی نشون دادن، امام رضا هم همون جوری میبینه، نور دورش جوری نور بوده، حضرت را میرفته نور بوده دورش، دیگه فیلم دیگه. خب فیلم آقا اینا چه ربطی داره؟ اینا تصور چرا سینمایی از یه مفهومی؟ این فقط چشم عوض کرده، همین. الان با چشم مادی داره جهانو میبینه، با یه چشم دیگه جهانو میبینه. جایی نمیبرن کسا، جایی نیست که کسی جایی ببرن، که کسی نیست که تو رو جایی ببره. در مورد مثال این چایی که حرکت دادی، وقتی به جایی نمیرسته ما تصاویر قبلی دسترسی نداریم، پینده میشه بگی گذشته؟ نه دیگه، دسترسی نداریم چیه؟ الان میتونی ثبت کنی همشون که دسترسی هم داشته باشی. نه همون جسم و عکس اشاره، اون جسم توی اون تصویر دسترسی نداری، یه جایی بایستاده اصلا این تغییری نکرده عزیز من، حرکت نکرده اصلا، حرکت نکرده این. شما یه سری تصاویر رو پشت سر هم دیدی، تصور حرکت به دست داده، حرکت نمیکنه چیزی که، تصاویر که ثابتن سر جاشون. خب باشه، میگم اون که حرکت نکرده، مگه حرکتی کرده؟ تصویر که ثابت و تصویر سر جاشه، چون تصاویر رو پشت سر هم میبینی شما تصور حرکت کردی. نه کاری به حرکتش نداریم، یعنی این یه دونه ثابت، اونم ثابت است، یه چیز دیگه. خب ما به این چیز قبلی دسترسی نداریم، میشه گذشته. چرا نداره؟ اصلا چیز قبلی وجود نداره، همینه دیگه، تصویر ثابته، قبل و بعد نداره. شما نشستی تو مفهوم زمان میخوای خودش رو درک کنی، نمیشه که قبلی نیست که بعدی باشه، یه تصویر ثابته، تموم شد رفت، این تصویر ثابت هست، خدافظ شو، نه قبل نه بعد، یه تصویر. فکر میشه همین ثابت موندن و مثال همون حرکت جوهری ملا صدرا که گفته؟ نه ملا صدرا رو برو خودشو بخون. نه من ملا صدرا نمیگم اینجا، داشت کلاس فلسفه نیست که، ولش کن. نه من دارم یه سری مفاهیم فارسی با هم صحبت میکنیم، عرفی دارم با تون صحبت میکنم، درسته؟ من از اصطلاحی استفاده کردم الان، شما اصطلاح فلسفی تو حرف من دیدین؟ چیزی دیدین؟ غیر از اینکه فارسی داریم با هم عادی صحبت میکنیم، من اصلا دوست ندارم برم سراغ اون اصطلاحات. اون اصطلاحات هر کی خواست بره کلاس فلسفه بخونه، بره ببینه ملا صدرا چی میگه، برو اسفار بخون، برو هر کجا هر چی دوست داری، هر چند تا کتاب داره برو خون یاد بگیر. ما داریم با هم دیگه یه جلسه است، گفتگوه، یه سری مفاهیم و راجبش داریم گفتگو میکنیم، همینایی که میگم منظورمه،
چیز دیگه منظورم نیست. همین حرفایی که میزنم منظورم همین حرفاست. حالا چرا میزنم؟ خیلی روشنه. به شما گفتم میخوام یه سری مفاهیمو بفهم. ببین آقا ما مشکل رو میدونی چی هستن؟ اصلا اصل این جلسه میدونی چی شد؟ ما دو سه ساله داریم اینجا ور میدیم حرف میزنیم. شما توی تبت یه معلم فیزیک یا تو بم یا مثلا توی لندن یا توی نیویورک یا توی استرالیا یا توی کانادا یا تو آفریقا تو مصر یه معلم فیزیک از این شهرهای مختلف یه معادله فیزیک بهشون بده، معلمایی که وارد باشن وقتی به جواب میرسن به چند تا جواب میرسن؟ به یه جواب میرسن. چون علم فیزیک قواعدی داره، علم فیزیک استخون داره، چارچوب داره، اصول داره، بر اساس اصولش معادله رو حل میکنن به یه جواب میرسن. اما شما به یه عالم تبتی یا به یک آخوند شیعه یا به یه مفتی اهل سنت یا به یک کشیش کاتولیک یا پروتستان یا به دالای لاما یا به نمیدونم کاهن فلان مثلا معبد یهود یا به فلان ماموستا یا به هر کس دیگه ای یه مطلب دینی بگو، یه مسئله دینی بهش بگو، به شما جوابهای چی میدن؟ مختلف میدن. هیچ کدوم کارمون یکی رو نمیتونه انجام بده. دین که نمیتونه نسخه های مختلف داشته باشه که. وقتی انسانه مقصدش هم معلومه نمیشه که هزار تا نسخه داشته باشه که. ما باید به یک جواب برسیم. علتش اینه که اینا مکانیزم نداره فکرشون. مکانیزمی وجود نداره. برام جوابای مختلف میدن. اعتقادات مختلف فقط وجود داره. مکانیزم فکری نداره. ما میخوایم اون مکانیزمه رو بفهمیمش که آقا دین تو مکانیزم چجوری عمل میکنه که اگه معادله دادیم به هر دینداری هر کجای جهان به یه جواب برسه، نه به جوابهای مختلف. برای همین من نرفتم از قرآن هی براتون مثال بزنم که آقا این آیه قرآن، من کاری نداری حرفا که دارم میزنم دو تا آیه قرآن بخونم تمامش کنم، انقدرم فوش نخورم. بله اینا مباحثی نیستش که مثلا خلق من، اگه من اینقدر گفته بودم که خیلی احساس خوبی داشتم حالا، نه این مباحث شده. مشکل اینه که اونایی که گفتن ببین جو جامعه دست متکلمین بوده در همه ادیان، متکلمین میگم از اون متکلمین خودمون نیست، در همه ادیان، یعنی مدافعین مذهبی که از اعتقادات مذهبی دفاع میکردن، حالا اصطلاحا بهشون میگن متکلمین، در همه ادیان. اعتقادهای مذهبی هم بر اساس آموزه هایی بوده که خیلیش اسطوره‌ای بوده، خیلیش غیر واقعی بوده، خیلیش تحریف شده بوده، ولی بوده. توده جامعه هم تو دست اینا بوده. اینا با زور توده جامعه یه چوبی به اسم تکفیر برداشتن در تمام ادیان. یعنی فقط شیخ اشراق شما نیست که مورد شماتت قرار میگیره، اسپینوزا رو هم کافر میدونن یهودیا، نه یهودیا الان، اون زمان. یعنی فرق نمیکنه که این کسی که این مفاهیمی که الان من میگم این مفاهیم رو بهش رسیده فرقی نمیکرده که یهودی بوده یا مسیحی بوده، شیعه بوده یا سنی بوده، چه میدونم بودایی بوده یا برهمایی بوده، متکلمین اینا رو تکفیر کردن همیشه. من به شما گفتم دو گروه هم در تاریخ همیشه فهمشون از دین با فهم عمومی متفاوت بوده، همیشه هم تو اقلیت بودن، فلاسفه عرفا. فلاسفه چرا مردم بهشون اقبال نداشتن؟ مباحث عقلی محض، خسته کننده است، کشش جامعه نسبت بهش نیست. اینا هم از ترس تکفیر رفتن تو بند اصطلاحات گنگ حرف زدن خیلی وقتا. خب میکشتنشون، تعارف نداریم که، کشتن یعنی کشتن معمولی، نه شماجین کردن طرفو، یعنی زجر کش کردن به معنای واقعی کلمه. شما هم پارسال پیارسال استاد قرآن رو بودن تلویزیون دستور میداد زجر کش کنید بچه مردمو، الان که جرأت ندارن این کارا نمیتونن بکنن دستورشو میدن، یعنی دوست دارن زورشون نمیرسه.
اون موقع که هم دوست داشتن هم زورشون میرسید، به دست خود مردم اینا تیکه پاره میکردن. از اون ور عرفا، عرفا هم با شهود میرسیدن به حقایق و میدیدن با فهم عمومی جامعه این حقایقی که اینا میبینن سازگاری نداره، اونم چون ریاضت میخواد جامعه حالشو نداره دنبالش را بیفته. الان این مفهوم زمان که گفتم با ریاضت قشنگ میشه بهش رسید، خیلی بهش رسیدن. حالا بهش رسیدن که چی؟ یه سری رسیدن و فهمیدن، یه سری رسیدن نفهمیدن. چون به خیلی چیزا میرسی نمیفهمی، به چیزایی میرسی نمیفهمی، اشکال نداره ولی بهش رسیدی، یعنی اون توان در تو ایجاد میشه ولی نمیفهمی چیه، مکانیزمشو نمیتونی توضیح بدی. ببین حافظ توی دیوانش حقایقی رو گفته، حافظ که مکانیزم فکری نداره که، شما حافظ که نمیتونی بری بگی آقا یه مکانیزم فکری داشته معادله حل میکرده، نه، اون با شهود رسیده به این حقایق، رسیده درستم بهش رسیده، اما اگه بگی مکانیزم براش بنویس نمیتونه، خودش اگه مسیر شهود رسیده از مکانیزم نرسیده. میگه چی عرض میکنم؟ رسیده ها، اما مکانیزم رو نمیتونه توضیح بده، به حقیقت رسیده. حالا یه سریشون به حقیقت میرسیدن و میتونستن هم توضیح بدن، یه سریشون توضیح نمیتونستن بدن ولی رسیده بودن به حقیقت. الان این که به شما گفتم گذشته رو تو احساس طرف بشینی میری گذشتهشو میگی، الان میتونن از این کارو بکنن بعضیا. من اینا رو دامن نمیزنم چون دکون زیاده، انقدر کلاش بی دین و ایمون بیرون هست آدم نمیتونه یه سری چیزا رو بگه. دیدید من زیرا به خوابو میزنم؟ من که خودم میدونم خواب چیه، ولی چرا زیرا بشو؟ هر کی میگه خواب میگم برو فکرت ببینم، برو برو حبوبات باد داره نخور، شبا خوب نیست، نه فلان. چون میدونم، میدونی چرا این کارو میکنم؟ انقدر راهزن زیاده من عطاشو به لقاش میبخشم، والا تو خواب چیزایی بهت میدن که تو بیداری گیرت نمیاد. چه مفهومه که میدونم چیه، منتها تو جامعه داریم کار میکنیم که سر تا پاشو کلاش ها گرفتن. بابا دخترشو برشته بوده پیش من میگه دیو دختر منو تسخیر کرده، گفته بیایم پیش شما دیوه، میگه بعد ما بردیمش فلان مرکز مذهبی گفتیم دخترمون دیو زده شده، گفته 50 میلیون بدید من اون مرکز مذهبی بفرستمتون مشهد پیش آقای فلانی دیو از این خارج کنه. اونا دیگه چه جونه برایی هم؟ یه خانم آقا بودم، من بهش گفتم خانم، من فکر کردم مرده زنه گوشه سرکار خدا شاهده، فکر کردم میخواد یه کلاهبرداری چیزیه، فهمیده مثلا اینو به ما یه ارادتی دارن این مرده چی. بهش گفتم آقا تو چیکاره این خانمی؟ گفت بابا داداشمه، دیدم داییشه بنده خدا، دایی دختر است، آدم حسابی. اینو گفت به خدا حاجی ما گرفتار شدیم، ما خود مثلا موندیم دیو دختری از تو دهنش صدا مرد در میاد یه جوری فلان. گفتم چی میگی بابا جان؟ گفتم دخترتون کو؟ اینا تو ماشین جلو در تهران هیات بودن، راستم یه دختر خانم با یه صدایی. گفتم چی میگی خانم؟ بی پای میرم رو سر تو ساعت کن درست رو سرش هم افتادم رو سر ساعت کن. چی میگی؟ دیو کیلو چنده؟ نشستیم صحبت کردیم، اینو نیقلیونه بهش میگم خانم قرص لاغری میخوری؟ میگه آره. میگم همین عطاریا دیگه، بله حفظهم الله، شیشه رو میریزن توش. دیدین پلیس گارو گرفته بود 30 کیلو شیشه داشت میداد به عطاری قرص لاغری تولید کنه، قرص لاغری میخوره. بهش میگم دختر تنها نبوده؟ میگه چرا، من چند ماه شهرستان رفتم مادرم پرستاری کنم، دخترم خونه تنها بوده، خونه تنها بوده. خانم کتاب چی خوندی؟ رمان دختری که شیطان شد. کتاب فلان خوندم. چی خوندم؟ چی گفتم خانم این بچه نابود، این جسمش داغون شده، ببر یه دکتر تغذیه، تغذیهشو درست بکنه. خانم قرصا رو نخور، این کتابای چرت و پرت رو نخون فلان. 2 هفته بعد هیئت ما اومد و رفت و تام. دیو کجا بود؟ 50 میلیون می‌خواست بگیره بفرسته از مشهد، مرکز مذهبی، مرکز دینی. حوصله‌شون رو ندارم اسمشون رو نمیگم، خیلی بی پدر مادرید، خیلی نامردید، خیلی بی دینید. چون این دکونا هست من اخواب چیزی نمیگم، از تهجد، از چه میدونم، از ریاضت چیزی نمیگم، ولی که ما میدونیم کی داره کی نداره، میفهمیم که اینکه متوجهیم سره رو که ناسره تشخیص میدیم انقدر که بلدیم. منطقه انقدر دکون زیاده، من قید همش رو زدم تو این جامعه ما. باید زیرا به کل بگی آقا کلشو عطاشو به لقاش ببخش. انقدر فیک بابا، یه آقا به عجب اینجا بود پدر ملت رو در آورده بودن.
حاج آقا میگن ما رو گاف میبینه. گفتم اون که بهت گفته گاف بوده خودش عزیزم. چی میگه؟ چرا چرت و پرت میگی؟ چرا دریوری میگی؟ نگادم آقا بهجت کلش پایین، گناهکارا رو نگاه نمیکنه. گفتم والا من سر تا پامم 200 بار نگاه کرد، من سر تا پام گناهه. چرت و پرت چه دریوری؟ یارو رو حیا سرش میگیره. آقا استبولحسن اصفهانی 24 میرفتن ازش درخواست میکردن، کمک میخواستن، برای اینکه اون که کمک میخواد خجالت نکشه همیشه سرش مینداخت پایین، نگاه نمیکرد. من گفتم آقا به هیچ کی نگاه نه، بابا حیا میکنه بدبخت، چون هر کی میرفت میگفت یه چیزی بده سرمش میداخت پایین که خجالت نکشه هر چیزی میخواد، وگرنه طرف رفته بهش گفته بود آقا خانومم وضع هم کرده اینا کمک نیاز داره. استبولحسن سرش اینجوری پایین بوده، دست میکنه زیر این پتو نشسته بوده، اینجوری یه 2 تومانی بهش میده، 2 تومن قشنگ خرج زایمان تمام همه چی بوده بهش میده. میره میره پسره میگه ندید و نگاه نکرد. بعد فرداش دوباره میره، روز اول واقعا احتیاج داشته، روز دوم طمع میکنه، دوباره میره و اونجا میشینه و میگه آقا من خانومم وضع هم کرده اینو کمک کنه. اینجور دوباره دست میکنه، اینجور 2 تومانی بهش میده، میگه عجب کاسبی، روزی 2 تومن خشن. آقا یه هفته میرفته روز 2 تومن میگرفته. خلاصه روز ششم هفته استبولحسن بهش میگه، پولو بهش میده، پولو بهش میده، میگه خانومت هم خیلی دعا کن. میگه چطور آقا؟ میگه یه هفته از 7 تا بچه برات واده. آقا من که میفهمم، گنگ که نیستم، نگات نمی کنم خجالت نکشی، ولی میبینم داری دوز میشی، بازم نگات نمی کنم بهت میگم، ولی فکر نکنی گنگم. ببین کلا سرت بره نفهمی بده، وقتی میفهمی که اشکال نداره، که من میفهمم تو داری کلا سر من میذاری، ولی اگه جا به بعد میبینم داری خراب میشی، بازم نگات نمی کنم. من نگاه نمی کنم رو حیا، نه که مثلا یه فلسفه براش درست میکنن. آقا بچت اینجوری به من نگاه کن، آقا بچه اینجوری هم به من نگاه، بابا ولمون کن بابا جون مادرت، یه دکون درست کرده بودن 20 تا جلو میرفتن 30 تا عقب میکوشن، درقابچی ها اینجا بودن کوشن نمیذاشتن یه نفر بره با دو تا کلام نمیذاشتن صحبت کنی. تو حیات داشت میرفت حیات مسیح کدام حاج آقا سلام علیکم، پشت آقا علیکی سلام کدام، مگه من با تو بودم بیشور به تو چی کار دارم؟ من جواب سلام نمیذاشتن بده یارو. خب وقتی دکونه اینجوری درست میشه، من مجبورم از تو فرشو بیخیال شم دیگه، جامعه رو که نمیتونم بزنم تو دهنه یه مش گرگ. برای همین میگم آقا خوابو ول کن، هرچی خواب دیدید بگید خیر خیر میشه، خداحافظ شما، ولش کن دنبالش نرو، پر کلاش این مملکت، زندگی تو میبره، ناموس تو میبره، پول تو میبره، آبرو تو میبره، به اسم عرفان الان چه کلاهایی سر بشر گذاشتن، سر ملت ما گذاشتن به اسم عرفان، چقدر بچه های مردم رو نابود کردن با ذکر و وردای علکی، با تهجدای علکی، با ریاضتای علکی، آدم های نابلد، آدم های خام. خب مجبورم اصل و فرش رو بیخیال شم به خاطر جامعه، ولی آیا این چیزا هست؟ بله آقا واقعیش هم هست، منتها اینقدر جنس فکر زیاد شده میگم اصل و فرش رو، من رو منبر دارم کار اجتماعی میکنم، فرق میکنه با داستانای دیگه، بله با زهد واقعیش، با ریاضت واقعی، با اصولش میشه به چیزایی رسید. آقا کسی سراغ داره ما بریم پیشش؟ من هیچ کیو سراغ ندارم، سراغ هیچ کی هم نرو، ولش کن، مفهومه داریم ما هم راجبش صحبت میکنیم دیگه. آ نیاز بر خدا به همون نسخه آقا ابتدای بهترین نسخه است. بعضی‌ها میگن حاج آقا همینجوری هر کی هر چی میگه، میگه از خدا بخوا. آقا این بهترین نسخه است، چون راه دیگه ای نیست، از خودش بخواید هر چی میخواید، از خود خدا بخواید، این بهترین، این بی خطرترین نسخه است و نسخه است، چون وجود داره، خدا هست، وجود داره، از هر استادی هم استادتره، وگرنه این پر بابا تو این کوچه پس کوچه ها پر استاد تقلبیه. او اینه میگه بچه 27 ساله تیم درست کرده و واسه خودش ریاضات و فلان و بعد یکی واجه حرفا شما رو میزنه. گفتم والا فکر کنم سیدی ها ما رو گوش میده، حالا موقع سیدی بود، سیدی ها ما رو گوش میده، گفتم واقعا سیدی ها ما رو گوش میده حرف میزنه. بعد دکون رو انداخته بود و ورد میداد و ذکر میداد و گفتم همونجا من خودم دکون نزدم، تو رفتی پاساژ دورید کردی مرد حسابی. بچه بی بعد یه ملتی هم دنبال این راه افتادن، خیلیش هم به خاطر اون نیست. من وقتی لباس روحانی داشتم، خب بچه کوچیکا خیلی وقتا ارتباط نمی گرفتن با این لباسه،
مثلا اونایی که تو خانواده شون تو قم مثلا اکثرا آخون ماخون دیدن دیگه می متوجه شن. مثلا شهرستان می رفتیم بچه ها یه جوری بود دیگه، لباس عجیب غریبی بود تو ذهنشون. بعد خلاصه من خودم هم قیافم یه جوریه، مثلا حالا الان تازه خیلی مهربون شده، مثلا ریش مشکی، ریشامون هم بلند، قیافه قشنگ، قیافه قشنگ آبک بغدادی. حتی من قلبم سراب سپری آخ، ظاهر اینجوری، این تناقض چیزی. من یادم رفتیم خونه بعد دختر بچه بهش گفتم گوری بچه جیغ زد فلان. بعد من همیشه این چالش هم بود که بچه ها ارتباط درستی نمیگیرن با ما، یعنی مثلا جز دغدغه هم بود که آقا این چرا اینجوریه، هی دنبالی میدم یه جوری. آقا من یه بار داشتم سر زل تابستون قم، دیدید که یه جوری گرم میشه تابستون ها، آسفالت ها راه میفته، اینا هم درست ترکیب نمیزنن، آسفالت قشن راه میفته، یعنی آسفالت نرم میشه، پا میذاریش میبور. ما همین خونه ما همینجا بود تو این خیابون سمیه، این پشت کوچه مخابرات، حالا الان ساختن، اون وقت همش یه ورش بیابون بود، یه تیکش یه مثلا 50 60 تا خونه بود، از اون ورش هم که باغ بود، خونه ما هم که وسط اون باغای چهار دیواری بزرگی بود، اونجا باغ بود. بعد من داشتم میرفتم اونجا با لباس روحانی بودم، دیدم تازه اون وقت که این داستان که میگم مال بعد اینکه ما از اونجا رفته بودیم، یعنی خونه ما هم دیگه اونجا نبود، داشتم میرفتم دیدن رفیقامو، من داشتم تو کوچه میرفتم دیدم یه بچه مثلا 3-4 ساله الان که تازه را میدن داره میدوه بیاد بغلم. من گفتم ای روحانیت چقدر محبوب شد، خیلی عجیبه. سر ظهر، دو بعد از ظهر، کوچه خالی، یه بچه مثلا پسر بچه 3-4 ساله داره میدوه میاد سمت من. من که خودم فکر کردم شاه برگشته، گفتم چرا محبوب شدی ما خونده چیه قضیهش. من نشستم رو زمین اینجوری بغلمو باز کردم، نشستم دادم دوتاش میاد قشنگ با دستاش منو بغل کنه، اومد رفت تو بغل من، اومد بغلم زد زیر گریه. گفتم حالا چرا گریه میکنی؟ من این بچه بدبخت از خونه اومده بیرون پا برنه، آسفالت داغ بوده، این عقلش نکشته بود برگرده خونه، داشت میدوید یه چیزی بره بالا، سلام نکن ما رو دید، اما اومد حالا اومده بود بالا ترسیده بود، بعد نمیتونست بره پایین، داغ بود. یعنی یه بارم که یکی اومد بغل ما از خوشمزگی ما نبود، از داغی زمین بود. حالا انقدر زمین دین رو داغ کردن که هر جونوری آغوش با کرده ملت رو بغل میکنه به اسم عرفان و کلاس و فلانی مسخره بازی ها. برای اینه که من از این چیزا دم نمیزنم، وگرنه که خب میفهمم کی میتونه برسه کی. این احساسو چه جوری میشه کنترلش کرد که اینکه دیگه اینکه متوجه میشم چیه. حالا ما هیچ کدومون اهل این چیزا نیستیم، مثلا اهل چه میدونم ریاضت نیستیم ما که، ولی میشه به این چیزا رسید، یعنی میتونی بفهمی که اون که داره حرکت میکنه تویی و تو داری زمانو ایجاد میکنی، و اون وقت وقتی حرکت میکنی درش هر اتفاقی افتاده چی میشه میبینی. خیلی چیز ساده ای هم هست، کرامتی هم نیست آقا دیدنش. الان این صحنه ای که اینجا داره اتفاق میفته رو من دارم میبینم، پس فردا یکی این صحنه رو توضیح بده، یعنی خیلی آدم مهمیه. خب منم الان دیدم این صحنه رو، این چه چیز مهمیه، نه کرامت نیست اسمش. این که یکی بیاد گذشتتون رو بگه، آیندتون رو بگه، این که کرامت نیست آقا جون. تو ذرات این عالم همین ضبط شده هست، این کرامت مگه؟ نه، کرامت اینه که به پول حروم میرسی دست نزنی، به ناموس مردم میرسی طمع نکنی، آبرو میدن دستت میتونی ببری نبری. کرامت اینه که به قدرت برسی، تقوا داشته باشی، سوء استفاده نکنی، اینا کرامت. و حالا اینکه حالا بگی گذشته چی بوده، آینده چی میشه، تیروز چی، اینا که اهمیت نداره، گذشته رو گذشته ها میدونن، این که کرامتی نیست. برای همین برای رفتی به ریاضت بکش برای مسخره بازی ها، اینا نردبون شکسته است، اینا نردبون. پسرش رو برد پا کتاب خونش، گفت پسر کتاب ها رو میبینی، این بخش فقط علوم غریب است، کیمیا، سیمیا، هیمیا، چی همینجوری بهش گفت، گفت ببین رمل میخوای، استولاب میخوای، فلان میخوای، چی میخوای، گفت ببین پره کتاب اینجا. گو ولی پسر یه چیزی بهت بگم، عمرت تلف این کتابا نکنی ها، اینا نردمون شکسته است، اگه میخوای حقیقت عالمو بفهمی با محبت بفهم،
دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار. اونی که بهت میدن کوششی نیست آقا، جوششیه. یا اگر نه حالا دید خوششون بالا، من الان کتابخونه یکی از بزرگانه از علماست، ما دسترسی داریم کتب خطی منحصر به فرد در انواع و اقسام علوم غریبه به همه اجداد مطهرینم و به همه اجداد شما. من لا یه دونش رو تا حالا وا نکردم ببینم اصلا چی هست، اصلا میل بهش ندارم. تو اینا نردبون شکسته است، اینا وقت تلف کنیه. کرامت این چیزا نیستش که. کرامت اینه که آبرو مردم از دست زبان و چشم و گوش و قلم ما در امان باشه، کسی از همون نترسه. کرامت اینه، کرامت اینه که آبرو بهت بدن نبری. والله شب عروسی خدا رحمت کنه فاطمه نیا رو، چه خوشمزه بود سید، خیلی خوب بود آقا، خدا رحمتش کنه. میگفت داشته تو تهرون دیده بودن خیلی عجیب شده، یکی رفته بود تو کوکش که چیه آقا پرواز آخه یه اندازه‌ای داره، تو اصلا عقاب اینجوری نمیپره تو پریدی. من اصلا یه آدم فشلی بودی تا دیروز تو معرفت، اینقدر پرواز از کجا؟ گیر داده بود بهش، بهش گفته بود ببین ده بود یه آبرو افتاد دستم که دست هر کی می افتاد می برد، نبردم، همه پروازه از اونجا شد. یه آبرو افتاد دست، بعدن قصهش لو رفته ها، بعد مرگش فهمیدن. شب عروسی دختره خیلی گریه می کرده، بهش گفته چه خبرته؟ چیه؟ شب عروسی اینقدر گریه؟ آقا یه اندازه ای داره ولی دیگه تو شورشو در آوردی. گفته بود ببین من اونی که فکر میکنی نیستم، من کلا رفته سرم بچه بودم، من باکره نیستم، امشب شب رسواییه، بیا مردونگی کن، لاتی کن، امشب با من بمون، فردا منو طلاق بده، مهرمم حلالت، آبرو منو بخر، آبرو منو نبر. من کلا بهش گفته بود یعنی این کاره، گفته بود نه به هر کی، به همه آیا من یه بار کلا سرم رفت گولم زدن. آقا کار شما نیست، کار من نیست این کارا، خیلی اگه لات بودید با این صحنه روبرو شدید صبح برید طرف و طلاقش بدید بره پی کار زندگیش، کار من نیست، کار ما نیست، این فقط لات میخواد. اینو میگم گول نخوری فردا بری خودتو چی کنی، باید دختر مردم بدبخت کنی و فردا هی سرکوف بزنی بهش من همونم که تو اینجوری بودی اونجوری شد. نه این یه شرفی میخواد که من ندارم، من خودم یه همچی شرفی ندارم. من خیلی لات باشم، خیلی مرد باشم، خیلی انسان باشم، صبح برم طلاقش بدم به کسی نگم. بهش گفته بود توبه مگه نکردی؟ خدا بخشیده من چی کارم آخه نبخشم، زنم بمون. میگه 50 سال ازدواج کردن بعد از این قصه، عین 50 سال هیچ وقت با زنه دعوا نکرد که زنه فکر نکنه این دعوا به خاطر اینی که این باکره نبوده. 50 سال ستار العیوب بوده، یعنی سر هیچ چی باش دعوا نکرده که یه وقت زنه فکر نکنه چون من اون اتفاق افتاد این الان سر این داره هیچی. خیلی گنده باید باشه اینجا. اینا کرامته. حالا 2000 رکعت نماز شب کن، خب خوندی که تقبل الله. اونی که حضرت علی رو کشت نماز شب خون بوده آقا، باور کنید آن که علی کشت زاهد است. بابا ولمون کن، امام حسین رو کسایی کشتن پیشونیشون پینه بسته بود. اینا نمیگم بری هر کی پینه بسته پیشونیش بگید قاتل امام حسینی، آقا دریوری نمیگیم، میخوام بگم این چیزا معیار نیست. کرامت ایناست. حالا بحث بیام تو بحث نریم، من خواستم
یه چیزی بگم برای اینکه آقا ببین چقدر بدبختیم خدا وکیلی. میخواستم بگم باز با ریاضت میشه این زمانو فهمید، از ترس اینکه تو چاله نیفتید نیم ساعت دارم گن میزنم به هیکل هر کی زاهد و عارف و چی و اینجاست، چون انقدر دکون زیاده تو این مملکت، خطر زیاده. نه نه، قراره بفهمی که مفهوم زمان منشأش توی، بیرون نیست. وقتی بفهمی منشأ، چون اصلا وجود نداره زمان، حرکت احساس شماست، چون وجود نداره، چون شما از اول بس نبودی وسطاش اومدی. نه من متوجه فهمیدم. آها چراییش هم آخه اولش گفتین. بله این بحثی که الان می‌کنیم در باره زمان، زمان چی بوده؟ خب سوال الان شما رو من اول جلسه جواب دادم، شما چون وسط جلسه اومدی. من اول جلسه گفتم ثمره این بحثی که می‌کنم اینه که شما در دین با کلماتی روبرو میشید که مفهوم زمان درش هست. وقتی فکر میکنید این زمان در بیرون اتفاق افتاده، میشینید تا اون زمان فرا برسه. اما اگه من بهتون ثابت کردم زمان رو شما درست میکنید، شما به اون سمت حرکت خواهید کرد. این زمانی که من میگم مطلب دینیشه دارم میگم، بحث فیزیکی نمیکنم با شما. یعنی مفهوم زمانی که تو قرآن اومده همون مفهوم عوامانی زمان نیست؟ نه، مفهوم عوامانی زمان که اصلا غلطه، برداشت غلطه. شما فهم کنید تصاویر در بیرون تغییر میکنن ولی نمیکنن. نه اون نیست، نه نه اون نیست، اون نیست، اون تصور نه نه، میگم این مفهومی که به اسم زمان در ذهن شما هست اینه که تصاویر بیرون تغییر میکنن، به هم تبدیل میشن، فرسایش اتفاق میفته. چی میشه چی میشه؟ مفهوم به اسم زمان رو برمیدارید. من اول عرض کردم آقا تصاویر در عالم ثابتن، تغییر نمی کنن، به هم تبدیل نمیشن، پشت سر هم میان ولی تبدیل نمیشن. وقتی تصاویر ثابتن یعنی عالم بیرون ثابته. پس این تغییر رو شما در کجا میبینی که اسم مفهوم زمان میذاریش؟ این حرکت احساس شماست. بعد مثالم زدم، حالا نمیشه تو کل سخنرانی یه بار بگم، حالا یه بار گوشش کن، میذاریم یوتیوب گوشش کن، هفته دیگه اگه سوال بود بیا به گوشش. بعد خونتون این بغل زودتر بیا دیگه. اینی که میگین زمان توی یعنی وابسته به خودمونه، یعنی اگه همه موجودات عالم از بین بدن زمان یعنی دنیای دیگه وجود نخواهد داشت، یعنی زمان دیگه وجود نداره. اصلا شما اگه نباشی هیچی وجود نداره تو عالم، چون همه این مفاهیم قائم به شماست. شما فرض کن انسان نباشه، مفهومی وجود داره تو عالم؟ نه، هیچی وجود نداره. قوام تمام مفاهیم در عالم به خود شما، اصلا مفاهیم شما درست میکنی، تصاویر شما درست میکنی. این تصویری که شما از عالم میبینی هیچکی نمیبینی، فقط شما میبینی. شما به عنوان انسان ها، منم شما هم فرق نمیکنه. این تصویری که ما میبینیم فقط ما میبینیم، اصلا خالقش ماییم. این تصویر رو ما خلق میکنیم، مکانیزم بینایی ما خلقش میکنه، وجود نداره بیرون که. این تصویری که ما میسازیم و تا آخر هم همینا، قیامت هم تصاویر رو ما میسازیم. بله بله بله، همینو دارم میگم. اصلا میگم قیامت رو بپا کنید قبل اینکه بخواد بپا بشه، چون شما باید بپا کنید. موتو قبل ان تموتو. چرا میخوای بری تو برزخ گیر کنی؟ بیا بیرون، الان که هستی بیا بیرون دیگه. تو که این جسم نیستی که، چرا موندی توش؟ موتو قبل ان تموتو. منتها وقت نمی کنید. چون قیمت دلار باید ببینید چنده، بعد ببینیم که مثلا بورس چی میشه،
زمین چجوری، سکه اوضاعش الان چیه، چجوری فرو کنیم به مردم اجناس و اینا، وقت نداریم الان. انقدر کارهای مهم داریم الان، سر هم باید کلا بذاریم، کلاشی کنیم، بیرحمی کنیم، پوست همو بکنیم. ببین من مستاجرم خب الان، ولی من بعضی مالیم خوبه، من کار میکنم، کارگر دارم خودم، هزار تا کار میکنم. همین الان که خدمت شما نشستم، تو این هفته فکر کنم دوتا شهرستان رفتیم کارخونه دیدیم و جلسه و فلان و دوتا جلسه اینترنتی داشتیم با خارج کشور و داخل و 24 میدویم، چون حالا من کلا کار کردن دوست دارم غیر از اصلش. لذتش هم واسه همینه که خب یه سفره الان مثلا 20 نفریم، ان شاء الله سال دیگه موقع 100 نفریم، هر چه مثلا حال میکنیم با هم دیگه، داریم کار میکنیم. خب من مشکل مالی ندارم، مستاجرم، خونه ندارم، ولی پول اجاره دارم، پول پیشم دارم، خونه خوبم گرفتم اجاره کردم، بازم میخوام الان بیام اجاره دیگه، خونه خوب اجاره میکنم. ولی 99% آدمایی که دور ما هستن، چه اونایی که برای ما کار میکنن، چه اونایی که با هم کار میکنن، چه فلان، اگه مستاجرن بیچاره عالمن توی مملکت، چون چیزی به اسم رحم وجود نداره. طرف زنگ زدم میگه پول پیش خونه این میلیارد، بهش میگم آقا مثلا چی میگه؟ اینقدر احتیاج دارم همینه. خب چون تو احتیاج داری باید خونه تو این میلیارد بدی؟ یعنی چی؟ خب نمیخوای نگیر. 51% تو تهران مستاجرن، بعد برن تو کانکس یه سریشون خونه مشترک اجاره کنن. یعنی چیزی به اسم مفهوم، به اسم رحم. بابا قرن همه آرزوات که مستاجرت بگی، میگم من برای خودم نمیگم اینا رو، من پول دارم، من مشکلی ندارم، اجاره مستاجرم، اجاره میدم آقا جون، هیچ مشکلی نیست. حالا نه همش به من و شماست آقا، گور پدر مسئولین، من و شما به امر هم نمی کنیم. ولش کن آقا، ولش کن. حدیث پیامبر میگه انا سلادین ملوک هم مردم به دین حاکمانشونن، از اون ور میگه کما یکونون کما تکونون یو والله علیکم، هر جوری باشید بهتون حکومت میشه. تو ما هر چی میگیم سری مسئولین گور باباشون، من که هر چی دلم خواسته به مسئولین گفتم، من هیچ کم نمیترسم، چه ربطی به من و شما داره؟ ولی تو ما هر چی میگیم سری میزنم آقا مسئولین گور پدرشون، میگم من که هزار بار بهشون گفتم، همشون رو گفتم، من که کسی ترس ندارم، انقدر ترس ندارم که میگن این به یه جا وصله. ولی چه فرق، چه ربطی داره به بیرحمی ما، چه ربطی داره به بداخلاقی ما، به این فضایی که تو این کشور درست کردیم، به این وضعیت که داریم جیب همو میزنیم، از درد هم داریم نون میخوریم، چه ربطی داره؟ یه دارو شیمی درمانی رفتم برای طرف بخرم که 81 میلیون تومان، زن مردم باید بمیره بیدارویی. تازه من پیدا کردم، یعنی تونستم پیدا کنم، خودشون که پیدا هم نمیتونن بکنن. همش که نمیشه، حالا بله مسئولین سوء مدیریت اونا رو میدونم، خودمونم میدونیم. مسئولین بهتون گفتن رحم نکنیم با مستاجراتون؟ مسئولین گفتن جنستو احتکار کن، 10 برابر بفروش، تقلب کن، جنس فیک بذار تو زندگی مردم، سرتو میکنی اونور یه بلای سر ماشینت میاره، دیگه ماشین نمیشه بزن. شما کجا میرید خرید میکنید که مطمئنید جنس خوب بهتون میده؟ کجا میرید گوشت بخری بدونی میگه گوشت بره نره، بدونی بره نره، میگه گوسالست بدونی گوشت گوسالست؟ پس این همه گوشت فاسد میگیرن، اینا میگیرن، از کی میگیرن؟ این گوشت فاسده که کشف میشه، اوناش که لو میره، اوناش که لو نمیره، که میره تو زندگی مردم، کی میخره این گوشت فاسده رو میده به مردم؟ کی جنس آشغال میده دست مردم؟ کی ابزار فیک میذاره رو ماشین رو زندگی مردم؟ یا روی پراید داره مسافرکشی میکنه بدبخت، هر روز تعمیرگاست؟ چرا؟ کی این کارا رو میکنه باشون؟ ای بابا ما خودمون شدیم یه مش آدمای بیرحم، افتادیم به جونم همدیگه تیکه پاره میکنیم، همش هم مسئولین. آقا مسئولین من میدونم، من خودم هزار تای شما مسئولین رو گفتم، بیشتر از شما گفتم، بهتر از شما گفتم، نگفتم تا حالا شده مسئولین غلطی بکنم من نگم؟ من که ترسی از اینا ندارم،
هیچ کدومش، هیچ ارادتی هم به هیچ کدومشون ندارم. ولی چه ربطی داره الان به رفتاری که ما داریم میکنیم الان؟ بابا رحم کنید به مستاجراتون. من برای خودم نمیگم، من دارم عزیزم، من هیچ مش، من باید صاحب خونم که ته انسانه، کلی هم به ما حال داده تا همین الانشم. ولی یه سری صاحب خونه ها بابا طور خدا یه ذره رحم کنید به این بدبخت ها. یا روی کارمند مگه چقدر حقوق میگیره؟ یه کارگر مگه چقدر حقوق میگیره؟ با ما تو محیط کارگری هستیم مثلا هیچ که حوصله کار نداره. و مثلا من بکشم به این کسی که با هم کار میکنه بهش میگم داداش من که حقوق خوب میدم. میگه داداش حقوق خوب میدی؟ میفهمم حقوق خوب میدی، اداره کاری نمیدی که بیشتر داری حقوق میدی، ولی نمیرسه به زندگیمون عزیزم. تو هم نمیتونی بیشتر پول بدی ولی نمیرسه داداش، نمیرسه. با این پولا زندگی نمیچرخه. چیکار کنیم؟ بگو چیکار کنیم. من که میتونم برجی 100 میلیون حقوق بدم که زندگیشون نمیچرخه. نه راه میاست. آقا میری یه مغازه نمیتونیم بریم یه لباس میخوایم بخریم، یه نمیدونم چی برای بچه بخری، یه وسیله بخری برای خونه. اصلا قاعده نداره. هر چی به دهنشون در میاد میگن. جنس آشغال میده، جنس فیک میده، چه میدونم جنس بونجور میده، بعد جرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، بی انصافی میکنه. بابا نکنید بابا، خودمون اینجوری خیلی بده. شما با مستاجر باش، زن و مرد کارمندن دارن کار میکنن، تش برج 25 تومن رو هم دیگه 25 تومن اصلا پول بگیرن. چه میدونم نمیدونم چیزا چقدر، اداره چقدر حقوق میدن، همین 12 13 تومن بدن همون میشه دیگه، میشه 25 6 تومن دو تایی رو هم دیگه. خب میخواد بره یه خونه اجاره بکنه، چند چقدر پول پیش میخواد؟ 500 تومن. خدا بابا تو بیامرزه 500 میلیون پول از کجا بیاره؟ خونه میدم با 500 میلیون عزیزم. تو یارغوزآباد که حکم بهت خونه نمیدن الان انقدر. خدا بابا تو بیامرزه 500 میلیون مرد. 70 متر خونه تو پردیسان قم 1 میلیارد و 400 میلیون. شبا بیا بیرون شغالا میخورنت اونجا. نه امکاناتی، نه چیزی، هیچی، نه یه سینما، نه یه پارک، نه هیچی. وسط بیابون 4 تا خونه ساختن 1 میلیارد و 400 میلیون تومان پول. یه کارمند دیگه کی خونه دار میشه؟ پرای 350 میلیون. یه جوان که میتونه یه ماشین پراید که این تابوتت سیار ماشین نیستش که. این که این چه وضعه؟ بعد هیچ رحم تومون نیست. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. میگم اگه برای خودم بود نمیگفتم، میگفتم آقا داره چوب خودشو، آقا من هیچ مشکلی ندارم، من که صاحب خونم ترون که خیلی به ما حال داده، الان که ما داریم میام چیکو، هیچ مشکلی من ندارم. ولی هر کی دورمه مشکل داره، هر چی مستاجر میبینم دادش رو عواس نمیتونه، نمیرسه زندگی، نمیرسه. فقط میدوی اجاره خونه میدی، یه بچه مدرسه‌ای داشته باشی بیچاره میشی. بعد همه چی گرون، همه چی تقلبی، همه چی دروغ. این چه وضعشه واقعا؟ یه ذره رحم بابا، یه ذره رحم. کسی رحم نداره دین نداره بابا، یه ذره رحم. اینجوری نیست جهان. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. نکنیم بابا با هم دیگه اینجوری. حالا مسئولین فلان میکنن چیکار میکنن؟ خب خدا هدایتشون کنه، دستشون رو بگیره. ما هم که هرچی میتونیم میگیم، هر کاری هم بتونیم میکنیم جلو ظلم و جلو هرچی رو بگیریم، انقدر که زورمون میرسه دیگه، یه اندازه ای داره دیگه، حالا هر چقدر که میتونیم. ولی اصلا توجیه نداره این برخورد واقعا دیگه. ببینید همه چی پریده رفته، بعد نوامیس مردم به هزار فساد و گرفتاری میفتن، بعد ازشون سوء استفاده میشه. بابا نکنیم آقا، به خدا درست نیست، والا درست نیست. صابخونه رحم نمی کنه بهش، چه میدونم کارفرما به کارگر رحم نمی کنه. من دیگه من خودم کارفرما هم، خودم کارگر دارم، لعنت به من اگه بهشون رحم نکنم. خودم خودم هستم دیگه، خودم الان من کارگر هستم، بچه هایی که با من کار میکنن اینجا میان دیگه، برو بپرس ببین من بیرحمی میکنم بهشون، لعنت به من اگه این کارو بکنم. آخه نامردی آدم باید فکر کنه. ما داریم تو این جهان با هم زندگی میکنیم، یه ذره کمتر، یه ذره باشه، یه ذره من از سودم کم کنم، انصاف خرج بدم، یه ذره کمتر بخورم، اشکال نداره. حالا وضع و امریکت اینجوریه، دست دو نفره بگیرم، یه کار ایجاد کنم، چهار تا بیان اینجا سر کار، با عزت پول بگیرم، حقوق خوب بدم. تو هم انصاف داشته باش تو خرید و فروشش، تو هم تو کالا انصاف. بابا یه میوه میخوای بری بخری، حالا ما که راحت تش نیست نمیخری، چیز نداره، ولی بعضی وقتا بچه‌ست نمیشه.
خدا پدرتو بیامرزه، بهم گفت آلوچه نخور، معده درد میگیری، به درد نمیخوره، آشغال کیلو 140 تومن، 120 تومن، 80 تومن، 70 تومن، 70,000 تومن. یارو 4 تا بچه داشته باشه بدبخته بره تو خونه. آقا میخوای بری خونه بچه میگه آقا میوه بگه، یه میوه نمیتونه بخره ببره خونهش، یه گوشت نمیتونه بخره ببره خونهش. خب نه نه نکن، من همین حرف رو میزم، نبره گوش کسی رو نبر، دومینوه برمیگرده به خودمون. باشه رحم، میگم دارم همینو میگم، میگم رحم کنیم به هم دیگه بابا، رحم کنیم به هم دیگه. اگر مساوی خیلی خوب باشیم هم 5 تا با هم بدبخت میشیم. ببین هم تو میفهمی من چی میگم، هم من میفهمم تو چی میگی، درسته؟ ما دوتا که همون میشناسیم، هم من میدونم تو چی میگم، تو میفهمی من چی میگم. عزیزان اونا که من 1000 بار گفتم دیگه، مگه نگفتم 1000 بار گفتم دیگه، الان دارم میگم عزیز من، همین 5 تا بچه، همین چیزی که دارید و بیاد با هم رحم کنیم، رحم کنیم، ارحم ترحم، رحم کنیم که بهمون رحم بشه. بابا خیلی بی رحم شدیم، به خدا مستجر نیستید، نمیدونید یعنی چی. حالا من خودم ببین، من الان 20 سال مستجرم، حالا نیست. من چند سال تو قم بودم، یه خونه خریده بودم 70 میلیون سر این کارخونه فروختم، یه چند سالی اونجا مثلا مستجری نکشیدم، قبلش مستجر بودم، بعدش هم که دیگه رفتم تهران دوباره مستجر بودم. همه مدل صابخونه هم دیدیم، صابخونه بوده که پول آب برق منو میداده، من درآمدی نداشتم موقع که پول آب برق ما رو میداد، مادر شهید بودیم تو باجک ما میشستیم خونهشون، پول آب برق ما رو میداد پیرزن، به من گفت اینجا بشین تا خونه دارشی. نه دمش هم گفت، ما همونجا خونه خریدیم 70 متر رفتیم اونجا خونه خریدیم، دادم 20 میلیون 30 میلیون چقدر 23 4 میلیون خونه خریدیم، شده 1,400,000,000. البته ما قبل عید فروختیم بعد دوباره گرون شد، مهم نیست، ما دادیم رفتیم نوش جون جک خورد. حرفم چیز دیگه است به شما، من همه جور صابخونه دیدم، الان مشکل مالی ندارم، ولی یه روزی بوده سر 1,000 تومن گیر بودم تو اجاره، هر جا میرفتیم کثیف‌ترین خونه ها، داغون‌ترین خونه ها، پولمون نمیرسید یه خونه اجاره کنیم. بابا یه سر انصاف داشته باشید، یه زیر پله 40 متر خونه رو یاری میگید نمیدونم تو تهران 300 تومن اینقدر، بابا 300 میلیون یه کارمند حقوق میگیره 10-12 تومن، مثلا یه کارگر که اداره کاری 8 تومن داری بهش حقوق میدی، حالا ما دوتا بچه داشته باشه میشه 8 تومن، ما که 10 تومن میدیم داداش، 12 تومن میدیم، غیر ایدیشون و سنوات و درصد از سود کارخونه اینا، غیر اونا غیر از اونا اینه بابش. خب چجوری جمع بکنه سر سال 100 تومن میذاره رو اجارش، رو پول پیشش 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون چجوری بذاره رو پول پیش خونش؟ تو بگو. من حرفم اینه، میگم باقا ببینید وضع مملکت رو دیگه، داری میبینی کارمنده چجوری بهش میگی 300 بذار رو اجاره خونت، رو پول پیشت 5 تومن بذار رو اجارت که بیرونش نکنه. اصلا کجای دنیا، تو کدوم کشور پیشرفته‌ای میشه با خونه پدر مردم رو در آورد؟ لیبرال‌ترین دولت‌های جهان، سکولارتریناشون، چه میدونم اونایی که دیگه میگن آقا اصلا چه میدونم، حالا سکولار نه، سکولار که معنای چیز سیاسیه، دولت‌هایی که میگن آقا آزادی باشه، اقتصاد آزاد، تو مسکن اجازه نمیدن به کسی ترک‌تازی بکنه واسه خودش، چون مسکن کالای زندگی مردمه. تو دارو و درمان اجازه نمیدن کسی دخالت چیز بکنه، دخالت آزاد بکنه، تو آزادترین کشور قالب اقتصاد آزادن، تو دارو و درمان اصلا این حرف را نیست، تمام درمان میبینی مجانی دولتیه، زندگی مردمه. آقا یه بچه سرطانی داشته باشی بیچاره میشی، برو بگرد داروهاشو پیدا کن، بعد بری تو بگردی از این دلال ملالا و چنم جنس فیک و ملالا اصلیه فیک چیه، همون پولم ازت میگیرن. کجا این چی اجازه رو میدن؟ کجا تو جهان مدرن امروز
کجا اجازه میدن با خون مردم، با زندگی مردم، با سلامت مردم کسی بازی کنه؟ اون دولت هایی که قالب اقتصاد آزادن دیگه همچه اجازه میدن به کسی؟ اصلا صاحب داره مسکن توی کشور ما الان؟ الان شما خونه تا هرچقدر بخواهید اجاره کسی میگه نده؟ دولت میاد جلوتو میگیره؟ بله. وقتی بی‌قانونی بشه یه به نظر شما الان رحم و رعایت نمی‌کنه؟ نه، من میفهمم این حرفو. من میگم دولت ول کرده هم درمان و هم مسکن و. خب ول کرده، آقا اصلا فرض کن شرایط جنگیه، اصلا حمله شده به ما. حالا جنگ حمله است، چادر همو میکشن. تو هم میخوای بی‌رحمی کنی؟ نه من که آخرش میفهمم، من اونو میفهمم، من میفهمم که کمکاری از دولت داره تو قصه مسکن کمکاری میکنه، نسخه غلط میده، نسخه اشتباه میده، خودشون اصل دلالن. شما بانکا برو نگاه کن دیگه، بزرگترین ملاک توی مملکت ما بانکان. غلط میکنید ملک خریدید با پول مردم. این چه بانکی، این چه کثافتیه به اسم بانک تو این کشور؟ من اینا رو میفهمم، اینا رو هزار بارم گفتم، اقتصاددانا گفتن، چه میدونم همه گفت، اونا رو متوجهم. میگم حالا الان اینجوری فضا وله، دارو وله، بابا رحم داشته باش، یارو سرطان داره اومده یه دارو بخره برای سرطانی، رحم داشته باش، رحم داشته باش، بچه است، نوزاده، رحم کن. بیمارستان خصوصی زدی پدر، چی کار میکنید تو این بیمارستان؟ رحم کنید بابا. والا رفیقم گفت با چشام دیدم بچهش دنیا اومد، گفتم بابا بذار دستگاه، گفتم ما نداریم دستگاه، بیمارستان دولتی، گفت پره، گفت بابا برای خصوصی، گفت یارو گفت شبی چقدره اون موقع قصه مال حالا چند سال بشه، گفت شبی 350 تومن، گفت من ندارم بدم شبی 350 تومن، گفت ما نداریم دستگاه اینجوری، گفت پس بچه‌ها مرخص کن بریم، گفت پرستار مرخص کرد رفت، گفت پرستار من گفت بچه میمیره، اه برای شبی 350 تومن؟ رفته اورژانس رو اجاره کرده، این آی سی او چیه اونم اجاره کرده. بابا این نون که میخوری، این تو کثافت داری میزنی نونو میخوری، این از درد مردم نون خوردن نکن عزیزم، رحم کن. دارو نباید قاچاق بشه، ما انسانیم بابا، این همه معارف اسلامی انسانی، این حافظ، سعدی، مولا، بابا بد کشور ما با دارو، از دارو میخوای نون بخوری؟ نکن رفیق، نکن داداش، نکن عزیز، نکن آقا. صابخونه ای جون هر کی دوست داری رحم کن، رحم کن، والا رحم کن، عالم بهت رحم میکنه، رحم کنید به این مستجر. من میدونم الان فصل چیز دیگه جا به جای، من میدارم میبینم چه خبره، شرمندگی از سر تا پای آدم ها میریزه. میگم من خودم مشکل ندارم، بالا خودم نمیگم اینا رو، با من دارم الحمدلله، نیست، دارم میبینم با چشام. بعد به هزار جور غلط تن میده طرف. بابا میگم یه ذره رحم کن، داری میگه 500، آقا من قرار نیستش که من هر چی نیاز دارم حالا بیام از اینجا بکنم، که حالا حداقل خونه داری، یه خونم دادی اجاره دیگه، خونه خودتو که ندادی که، خودت که تو خونت نشستی، این خونه داری میدی اجاره، داداش یه ذره جمع‌تر بگیرش. طرف میخواد ماشین بخره، پول پیش اینجا داره، میخواد بره پول پیش اینو بگیره، یه ملک دیگه بخره، یه زمین دیگه فلان کنه، یه چی کار دیگه شکنه. بابا یه ذره رحم کن، میفهمن یعنی چی یه ذره رحم کن؟ من که نگفتم نگیر، میگم یه ذره رحم کنی تو رو خدا، الان اوضاع واقعا خوب نیست، واقعا مستجر، حالا تو هم که مستجر میشه خدایی. بابا ما الان یه جا اجاره دفتر داشتیم، اجاره بودیم، یه جایی تحویل دادیم دیگه نمیتونستیم وایسی تحویل دادیم، ما روز آخر الان یه سری موکت و نمیدونم پرده و مردم چرا که گفتیم نمیخوای، گفتم کجا ببرم حالا اینا رو الان،
تو خونه اندازه اونجا گرفته بودیم، گفتیم داشت اینا مال تو، چاپخونه ردیفی هم بوده، خیلی به مال داده بود. ولی من روز آخر که خواستم بیام تمیزکار گرفتم دفتر رو، یه خانومه گفتم اومد که اینا که کار میکنن، به خودمون که حالا کلی همون ترچی داشتیم دادیم غیر پول خودش و کلی که چیز که بهش دادیم اونا، گفتم اینجا رو تمیز کن، این آقا اینجا رو به من اجاره داده، بعد 3 سال میخوام بهش تحویل بدم، تمیز کن اینجا رو، ما میخوام بهش تحویل بدیم، طرف بدونه الان میتونه اساس فردا بره توش. تمیز کردیم، حالا مثلا یه پولی اما گرفت تمیز کرد، یه چیزی هم مواد غذایی دادیم بهش، حالا کارشون تمیز تحویل صابخونه دادیم. آقا نوکرتیم، چاکریم خدافظ. خب من میتونم تمیزش نکنم، ولی میگم حالا این بالاخره محبت، چند سال ما اینجا نشستیم، اجاره کم زیاد اما گرفته فلان، آقا من به عنوان مستاجر خونه طرفو نابود نکنم. آره کاغذ دیواری من زدم، حالا میخوام بکنم ببرم، بابا دیگه خونه یارو نابود نکن. کاغذ دیواری کردیم براش، پرده زده بودیم، نمیدونم مبلاش هم حتی نبردیم، گفتم آقا اینا 4 تا مبل اینجا مال شما، ما خاک پاتیم، ماجی نوکریم، دمتون خدافظ خدافظ. یا حالی بدیم، حال داده حال میدیم دیگه، خدا میبینه، کور نیست میبینه که. من میگم برای مستجری خدای خونه صابخونه رو نابود نکن، فرض کن خونه خودته، صابخونه ای دادش رحم کن دیگه، 500 بذار رو پول پیش کارگره، نمیبینی کارمنده، نمیبینی حالا امسال یه ذره کمتر، یه ذره دست. من حرفم اینه، نمیگم، نمیخوام زور بگم، بگم حق با نمیدونم مستجر، حق با صابخونه است، نه هیچی، میگم آقا یه ذره به هم رحم کنیم هر کجایی که هستیم. به من میگه کارگر زن بگیر، ارزونترن، بیشتر کار میکنن. گفتم والا من که یه کارگر زن دارم، از همه دارم بهش حقوق بیشتر میدم، مدیر اونجا البته، ولی دلیلی نمیبینم که یه زن رو بیارم ازش کار بیشتر بکشم، حقوق کمتر بهش بدم. چرا؟ شما فرض کن من هر کارگرم 5 میلیون بخورم، اصلا الان من مثلا 15 تا 10 تا 15 تا کارگر دارم، یه جای دیگه بازم هست، مثلا سالش مثلا مگه میکنه چند میلیون؟ بعد این شرافت، این انسانیته، بهش میگن بیزینس یا بهش میگن زالو صفتی؟ با این چه نونی آخه بابا، ارزه داشته باش، شرف داشته باش، برو کار کن، بیزینس کن، میلیارد میلیارد پول به دست بیار، نوش جونت. ولی نه حق کارگر. ببین من که اینو بهت میگم، کارگر پوستمو کنده، یعنی کارگر میدونی که الان کار میکنه بیچارت میکنه، کار میکنه، علتش هم خیلی روشنه. من برج 20 تومنم بهش بدم، زندگی نمیچرخه با 4 تا بچه. اینه که تو کار داغونه، من میدونم کارگر پوستمو کنده، هر روز داد و بیداد داریم، ولی تش من به خودم نمیتونم اجازه بدم حق اینو بر چی بخوره آخه. بعد اسم من چی آخه؟ این چه هنریه بابا؟ مگه پول دوست ندارید؟ خب بیت کار کنید، برو کار خوب کن، بیزینس سنگین کن، میلیارد میلیارد پول به دست بیار، نوش جونت. ولی نوش پول بازوتو بخور، پولتو هوشتو بخور، نه که ورداری کارگرتو بچسونی، از جنست کم کنی، مشتریتو اذیت کنی. خب من رفتم مثلا شیره انگور بخرم، کیلو 100 هزار تومنه الان، خوبش عمده بخری ها، خب مثلا 100 هزار تومنه خوبش، که بدی آزمایشگاه کپک نداشته باشه، نمیدونم فروکتوز توش نریخته باشن. طرف اومده من میگه شیره اعلی دارم کیلو 8 تومن. گفتم خجالت بکش، انگور کیلو 30000 تومنه، تو چجوری شیرهشو گرفتی شده 8000 تومن؟ خب بله شیره 8 تومنی هم بزنی بدی به ملت میفهمن، مگه ما که متوجه میشن؟ غیر آزمایشگاه هیچ که نمیتونه بفهمه چیه، ولی خودت که میفهمی این اسمش تجارت نیست، اسمش بی‌شرفیه، اسمش نامردیه، کلاشیه، دزدیه. تو باید انقدر بلد باشی که شیره 100 تومانی تو بفروشی سود کنی، اون اصلیه درجه یکه. ولی حالا کاسبی گوشت آشغال بدی دست مردم، هم برنج یارو زده رستوران فلان با برنج علی ایرانی، ما هر وقت جلوش برنج خالی کردن، برنج هندی خالی کردن، رستورانش جلو دفترمونه. تر اه بابا تو اسمتو تریلی نیبره مردسه، بر چی برنج هندی میگیری میکنی تو برنج میدست مردم؟ و تو اسمت مثلا بیزینسمنه؟
خاک تو سرت که با تقلب میخوای پول دار شی. تو اگه بیزینسمنی باید با کار درست پول دار بشی که معلوم باشه هنر بیزینس بلدی، تو کلاشی بلدی، دروغگویی بلدی، دزدی بلدی. این که هنر نیست.